دوستان عزیز یکی از بهترین رمان هایی که بعد از سال 57 نوشته شده خدمت شما تقدیم میشه توصیف های این کتاب و شیوه پخته و جا روایت به قدری زیباست که من این کتاب رو قبل از صوتی کردن نزدیک ده بار خوندم معمولا ما کتاب های چاپ شده بعد از سال 57 رو صوتی نمی کنیم ولی در مقابل این کتاب نمیشد مقاومت کرد. نویسنده های بعد از سال 57 یا بگونه ای جهت خوش آمد ها و یا به این دلیل که کتابشون چاپ بشه برخی حقایق رو قلب می کنند یا اینکه تضاد و عمده ایران رو نادیده می گیرند و مثل سالهای قبل از 57 تضاد عمده جهانی میان قطب سوسیالیسم و لیبرالیسم راهنمای اونهاست و قلمشون خاصه یا ناخواسته در خدمت جنگ نیابتی قرار میگیره حتی پاک سرشتی مثل آقای جعفر شهری که در کتابهای قبل از پنجه و هفت و فرهنگ جامعه رو مورد انتقاد قرار میده در کتابهایی که بعد از سال پنجه و چاپ کرد مطالبی خلاف گفته های سابق خودش را نوشت. خانم شریفیان رها از همه این خوش ها اگر هم انتقاد میکنه انتقادش متوجه ام الفساد یعنی شرکت های بزرگه. راوی داستان زنی از عشق به ازدواج رسیده و از ازدواج به ملال در قطاری در حال حرکت که سمبل مسیر زندگی در ذهن خودش در جستجوی عشق واقعی به عشق دوران کودکی خودش میرسه و این عشق به نوعی با میهنش پیوند خورده در میانه داستان برباد رفتن ایران رو با برباد رفتن چکسلواکی بعد از بهار پراگ و اشغال اون توسط روسها مقایسه میکنه و در این حال سنت زدگی مرد سالارانه پزشک تحصیل کرده آمریکا و همسویی قوانین با این سنت رو برخ میکشه و مسلوب بودن زنها در صلیب سنت و قانون رو نشون میده. داستان ظاهرا در زمان ارباب رعیتی یعنی قبل از انقلاب سفید و القای ارباب رعیتی شروع میشه و تا بعد از پنج و هفت جریان پیدا میکنه و عشقی دلپذیر و حسرتناک رو به نمایش میذاره. در مورد آقای جعفر شهری که عرض کردم ما به زودی کتاب حاجی دوباره ایشون رو که باز قبل از پنج و هفت نوشته شده خدمت شما تقدیم می کنیم تا خودتون قضاوت و داوری در مورد انتقادهای بسیار بجا و درست ایشون داشته باشید. کسی باور می کند؟ رستم نوشته روهنگیز شریفیان اندشارت مرباری اصلا ممکن نیست باور کنم مثل این است که بادم بگویم تو که رفته بودی سفر مملکتت رو آب برد قطار به راه می افتد. از جلو دکه روزام فروشی می گذاری. زن فروشنده بیان که ما را ببیند نگاهمان میکند. می کند میان سال از سایی کل درشت و چاقی دارد جلو دکش انبوهی روزنامه و شکلات شیده شده است جهان روزنامه هایش را رو از او خرید انبوه روزنامه دیوارهایی که ما را از هم جدا می کند تو می گفتی تنهایی انسان به میل خود او بستگی دارد می گفتی تحمل تنهایی وقتی سخت است که جز این باشد از کنار قطاری که در سکویی یا رو, به رو ایستاده می گذارید. به پنجره قطار که پنجره نیست شیشه یک تکه و بزرگ است که باز و بسته نمی شود نگاه می کنم. و فکر می کنم قطارهای در حال حرکت مانند زندانند و ایسکه های وسط راه ساعت ملاقات آدم اگر شجاع باشد می تواند از آنها برای فرار استفاده کند اما باید شجاعت داشت حتی شده یک جو می گفتی که تنهایی انتخابی فضایی است که هیچ کس نمی تواند، آن را از ما بگیرد. دلم می سوار قطاری با کوپه های مستقل می شدیم. اما حالا دیگر قطارهای کوپه دار کمند یا اصلا پیدا نمی شبند. به صورت واگن های سالن مانندی در آمده اند. با ردیف سندلی های روبروی هم. جهان گفت می شب مسافرت کنیم و برای خواب کوپه بگیریم. امروز فقط برای خواب کوپه های خصوصی وجود دارد اما من دوست دارم روز مسافرت کنم و از پنجره بیرون را تماشا کنم خانه هایی به سرعت از جلو من می با پنجره روشن یا آنها که پرده هاشن کشیده شده است و سکوت از پشت آن به بیرون هم نفوذ می کند حیات های رها شده و باخشه از شکل افتاده خانه هایی که چمنهاشان زده شده اسباب بازی های این طرف و آن طرف ریخته بند رختی که بار از رخت های شسته شده است و زندگی رویشان موج می زند. جان روزنامه را بر می دارد. از بالای عینکش نگاهی به بیرون می اندازد. آهسته و بی صدا خمیازهی می کشد که به من هم سرایت می کند. لبهایم را به هم فشار می دهم و خمیازه ام را فرو می دهم. این روزها چیزهای خیلی جزئی و بی اهمیت می افسرده ام کند مانند یک دهان درده ساعت از ده گذشته است کاش قهوه چیز اوتر بیاید اگر بیاید قهوه از او خواهم خرید زمانی رسم بود که در قطارهای مسافری قهوهچی با چرخ قهوه و چایش می آمد. این روزها را نمی دارم. مدت ها سوار این قطارها نشدم. آن وقتها چای و قهوهشان خیلی بیمزه بود اما همیشه مشتریشان بودم صدای چرخ آن میتواند از افسردگی نابهنگام بیرونم بیاورد جهان احتمالا قهوه نخواهد خورد میگوید قهوه برایش سردرد میآورد میگویم قهوه برای رفع سردرد خوبه اما او به حرف خودش پایبند است و میگوید ما در دنیای زندگی می کنیم که می تونیم به آنچه دوست نداریم به راحتی نبگیم بدون اینکه احساس گناه کنیم تا می گفتی که قهوه مانند بوی واکس و دارو حالت را به هم می زند با اینکه تمام را دوست داری اما نمی توانی آن را بنوشی تنها شیشه قهوه ای را که برایت آورده هم در گنجه اتاقت نگه داشته ای و درش همچنان بسته است رسم قهوه خوردن رو پس از آمدن از ایران شروع کردم. پیش از آن قهوه را فقط به نیت فال گرفتن می نوشیدم. فالایی که هیچ شک به یادم نمانده و چیزی از آینده را نگفتند. در عوض هزار خاطر برایم به جا گذاشتند. برای گرفتن فال قهوه با فاخته می رفتیم. هنگام رفتن آینده من و خودش را پیش بینی و در راه بازگشت آنچه را شنیده بودیم تجزیه و تحلیل می کرد. او میگفتم از این پس پیش هیچ فالگیری نخواهم رفت و اگر هم خدا نکرده حوث فال گرفتن کردم با او نخواهم رفت میخندید و میگفت بی خیال نه تو سر قولت میمونی نه من حالا خواهی دید فکر میکنی میتونیم بدون فال قهوه سر کنیم همین که عاشق شدیم دوباره گذرمون به این فالگیرا میفته و دست به دامن اونا میشیم مگه قرار عاشق بشیم؟ نه قرار تاریک دنیا بشیم جهان از خوردن قهوه من حوصلش سر می تازه که ازدواج کرده بودیم حاضر بود به هر چه قهوه در دنیاست مهمانم کند. تقریبا در همه کافه های اروپا با هم قهوه خورده ایم. سالها از آن زمان گذشته اما هنوز هم مثل بچه ها دلم حوس چیزهای کوچک را می کند. که چه دیگر نمیتوانم آخرین باری را که چنین حوثی کردم به یاد بیاورم. جهان جدی تر از آن است که از این حوث ها بکند. او در دنیای واقعی و منطقی آنطور که خودش تفسیر می کند، بدون بالا و پایین بدون حاشیه رفتن و احساساتی شدن زندگی می کند جهان قوانین نانوشته و ناگفته اما گذشت ناپذیری دارد که مطابق آن رفتار می کند اگر اعتراضی بکنم میگوید این رفتار با درسی که خانده در ارتباط است جهان حسابدار قسم خورده است و مانند من که دور دنیا داروسازی خانده ام اینجا و آنجا حسابداری خوانده است تا سرانجام در اینجا ساکن شده و به تصور خودش مرا هم به مستقر بودن عادت داده است قطار هنوز سرعت نگرفته و از فضای شهر بیرون نرفته است به جهان نگاه میکنم نمیتوانم صورتش را رو ببینم روزنامه چون دیواری او را از من جدا کرده است گاهی که آن را پایین میآورد و ورق میزند قسمتی از موهایش را می بینم که روز به روز رو به سفیدی می روید. اولین بار که دیدم از چند سال پیش بود دم در خانه فاخته اصلا به حساب داره قسم خورده نمیمانست جوان اروپا دیده ای بود که انگار همه دنیا را در مش داشت پیش از اینکه از خانه در این فاخته تلفن کرد هنوز تنین صدای زیبایش در گوشم است جهان که گوشی را برداشته بود به من اشاره کرد و گفت ملودی است جان به فاخته میگوید ملودی هنوز هم از اینکه عاشق او نشده بود تعجب میکنم فاخته زیباترین دختری است که میشناسم اولین بار که دیدم سال چهارم دبیرستان بود دبیرمان تازه وارد شده بود که در کلاس آهسته باز شد فاخته سرش را از لای در آورد تو لبخندی زد و گفت اجازه خانم من دفتر بودم دیر کردم تقصیر خودم نیست خانم نظیم کارم داشت دبیرمان اشاره کرد که بیاید تو قد بلند و خوشگل بود. موهایش را همیشه پشت سرش جمع کرده بود. رو پوشش تمیز و اوتو کرده انگار به ترش می رخصید. بچه ها تماشایش کردند. حتی دبیرمان با لبخندی تحسینآمیز نگاهش کرد. فاخته نگاهی به نیمکت ها اندا کنار من یک جای خالی بود. دبیرمان اشاره کرد آنجا بنشیند. تو نامد و نشست. کنار رفتم و زیر چشمی نگاهش کردم. بدون اینکه توجهی به من کند کتابهایش را روی میز گذاشت زنگ که خورد تا سر برگرداندم مثل برق از آنجا پریده و غیبش شده بود در حیات دیدم با دسته از دخترهای سن بالا حرف میزند انگار با همه ای مدرسه دوست بود قهرمان تیم والیبال مدرسه بود ساعت بعد سر صف که مدیر و نازم اخبار و برنامه های مدرسه را برای بچه ها دیدم عقبتر از آنها کناری ایستاده است از بچه ها میپرسم اون اونجا چی کار میکنه؟ میگویم از پارسال برنامه روز و سر صف میگه مگه نمیتونی در رادیو گوینده است برای همینم خانم مدیر انتخابش کرده خوشحالم از اینکه کنار من مینشیند البته مطمئن نیستم همانجا بماند این بار که می آید ننشسته به طرف من بر میپرسد می میپرسد اسمت چیه؟ جواب میدهم هم مداد و کاغذ داری؟ مگه میخوای مصنوی بگی؟ یک چیزی هم وزن مصنبی دبیر ریاضی من وارد می شود و حرف ما نیمه کاره می ماند. بعد از ظهر در راه خانه می بینم که جلوتر از من می روید. تردید دارم خودم را به او برسانم. سر پیچی کوچه بر می گردد. مرا که می بیند منتظرم می ایستد. با خوشحالی قدم را تند می کنم. به اندازه یک وجب کامل از من بلندتر است. از اینکه اینقدر خوشکل است حسودی هم می شود. اسمایم را تکرار می کند و می گوید نکنه تو گرفتاری منو داری گرفتاری؟ که مجبور باشی برای اسمت دلیل بیاری آره آرزو به دلم مونده که اسمم با به کسی بگم و نپرسه کدوم تازه این گرفتاری یک دو روزم نیست که آدم دلش خوش باشه که تموم میشه گرفتاری تو چیه؟ مجبورم برای اسمم دلیل بیارم بعضی وقتا دلم میخواد به اونا که میپرسند فاخته اسم دختر یا پسر بگم اسم منو فاخته گذاشتن تا آدمای کموش و باهوش مشخص شن من کسی رو میشناسم که اسم رو تراوت گذاشته و دختر اونقدر زشته که نمیشه نگاش کرد شانه بالا میاندازد منم ماریا کالاس نیستم وضع تو باز بهتره چون کسی نمیتونه تو رو بچشه ببینه شوری یا شیرین بعد میگوید مادر بزرگم صدای قشنگی داشته و گاهی در دورهای زنانشون آواز می‌خونده به این امید که منم مثل اون بشم اسمم رو فاخته گذاشتن دلشو خوش بوده بچه می‌گفتند گوینده رادیو هستی غلط به عرضتون رسوندن چه گوینده یک دو روز در هفته اگه کاری باشه خبرم می‌کنم شعری دکلمه میکنم چیزی می‌خونم میپرسم آوازم می‌خونی؟ برمیگردد و با تعجب نگاه میکنم چطور فکر کردی آواز میخونم من, من آوازخون هستم مگه خودت نگفتی مادر بزرگت آواز میخونده؟ با تأکید میگوید آوازی نه آواز اونم برای دوستانش پس تو هم باید برامون آواز بخونی میگوید میگن مادر بزرگم برای بچهش لالهی میخونده اونقدر صداش قشنگ بوده که پرنده ها رو هم سر میکرده حالا چقدرش درست خدا میدونه پدر بزرگم بهش میگفته فاخته وقت اسم منو فاخته میذارن خب بد که نیست اگه صدا مثل اون بود شاید میتونستم کارکاسی کاسبی خود بر خودم دست و پا کنم حیف این چیزا رو نمیشه سفارش داد از آن روز با هم به مدرسه می رویم و بعد یک روز که زنگ درشان را زدم و به انتظار ام صدای پایی از پشت سر می شنوم. بر می گردم. مردی جوان، خوش خیافه و شیک پوش که اینک آفتابی به چشم زده به طرفم میآید دلم از جا کنده می شود. جلو در می ایستد. سریع به علامت سلام به طرف من تکان می دهد و زنگ را فشار می دهد. زیر لب سلامی می کنم و فکر می کنم حتما از دوستان مهران برادر فاخته است. با پسرهای جوانی که تا به حال دیدم فرق دارد. نمیدانم چه تفاوتی اما حسش می کنم. در طرز ایستادنش است یا لباس پوشیدنش آن حالتی که به من سلام کرد یا حرکت دستش که زنگ را فشار داد و کمی عقب ایستاد دلم نمیخواهد نگاهم را از او بردارم بوی ادوکلونش رو حس می کنم و نفس عمیق می کشم فاخته از پشت در داد می زند. اومدم اومدم ماما من رفتم خدافز در رو باز می کند و در حالی که دستش به در آن را ببندد می گوید. چه خبره اومدم دیر که نشده دوباره حولی ما که می بیند حرفش ناتمام می ماند هر سه به هم نگاه میکنیم مرد جوان لبخند زنان سلامی میدهد و میپرسد مهران خونه است و رو به من میگوید حواسم نبود که شما زنگو زدید حتی حرف زدنش هم متفاوت است متفاوت با حرف زدن برادرهای من یا پسرهای دیگر کلمات را کامل و سلیس ادا می کند و سر و ته هیچ کلمه ای را نمی خورد. وقتی هر زد مستقیم به صورتم نگاه کرد فاخته بر میگردد توی راه رو و فریاد میزند مهران مهران آقای جان بخش از در بیرون میپرد و میگوید بفرمین تو مهران از طبقه پنجری بالا سرش را بیرون می آورد بیا بالا جان الان حاضر میشم گیج و ساکت را می افتم. حال خودم را نمیفهمم. فهمم فاخته از زیر چشم نگاهم می کند به بازویم می زند چرا امروز اینقدر ساکتی؟ ای افاسد کجاست؟ کشتیات قرص شده؟ سعی میکنم خونسرد باشم و صدایم عادی باشد میپرسم این کی بود دوست مهران یکی از ستوفنگ ستوفنگدار؟ آره دیگه جهان امیر و مهران ستوفنگ که چهار نفر بودن خواب اینا ستوفنگ ایرانی هن. جهان بعد از اینکه دیپلم گرفت رفت فرانسه امیرم دیدی خوب حالا دو سالی که فرانسه است پس اینجا چیکار میکرد اینکه تو دیدی روحش بود خب برا عروسی خواهرش اومده رفته پاریس درس بخونه تبعیدی که نرفته سرم را تکان میدهم مهران از بس پوز جهان داده خفمون کرده میگه برنامهاشو به ترتیب و بی پس و پیش اجرا میکنه پاریس رفتنش هم از قضا همینطور بود قبل از اینکه امتحانات دیپلمشون تموم کنن تصمیم داشته بره خارج مهران میگفت هنوز امتحانمون تموم نشده بود که میگفت وقتی شما سر کنکور نشستید و عرق میریزید من پاسپورتم و گرفتم و دم مرزی ایستادم صورتم داغ شده قلبم تند میزند همه هوش و حواسم به فاخته است که مشغول تعریف از اوست متوجه می شود خنده شیطنت آمیز می کند روبرویم می بازویم را می گیرد در حالی که به چشمهایم خیره شده می گوید. ببینم ببینم اینطوری که روبرویم می استد. تفاوت قدمان را بیشتر حس می کنم رشتهایی از موهایش که باز است روی صورت و پیشانیش ریخته و مانند کلاف ابریشم روی گردنش را رو پوشنده است. رنگ قهوه‌ای آن که هم رنگ چشمهایش است توی نور برق میزند. نگاهم را از او بر می گردنم. سعی میکنم به راهم ادامه بدهم. اما ولکن نیست. صورتش را نزدیک صورتم میآورد و مجبورم میکند به چشمهایش نگاه کنم. آهسته کنارش میزنم و میگویم کی رو ببینی خو یادم غریبه بود خواستم ببینم کی بود همین دیگه عدایی هم را در می همین دیگه همین دیگه به همین سادگی ها آره به خدا دوباره را هم را می بندد را روی شانه میگذارد و میگوید گوید از سر کوچه با هم اومدی؟ نه به خدا دم خونه شما واسطه بودم که رسید بگو به جون مامانم به جون مامانم نه نه بگو به جون رستم میگویم این وسط رستم چی کار از کنو قاطی میکنی به ساعتم نگاه میکنم و را نشانش میدم میتونی ساعت چند دیرمون شده عیبی نداره تو حرف دلتو نزنی ولت نمیکنم با تغییر دستش را کنار میزنم و میگویم ولم کن وسط خیابون نگامو داشتی که چی با اندکی دلخوری سرش را تکان میدهد و جلو جلو راه میافتد نمیدانم به او که صمیمیترین و نزدیکترین دوستم است چه میتوانم بگویم از این جوان این جهان که دم در خانه آنها کنار من ایستاده بود و یک لحظه فقط یک لحظه نگاه هم کرد راستی چه می توانستم بگویم نگاه زن روزنامه فروش هنوز با من است نمیدانم آیا می توانم به نگاهی که نگاه می کند اما نمی بیند خوب کنم زن اما آسوده به نظر می رسید به مشتریهایش نگاهی می انداخت. روزنامه شکلاتی را رو که برداشته بودن حساب می کرد و پول را می و به مشتری بعدی می اولین بار که پدرم دکه های فروشی را در اینجا دید گفت اگه کنار این دکای دکه های تکه کوچک دارو فروشی هم باز کنن می پدرم از داروسازهای قدیم است. دارو را بیش از هر چیزی در این جهان دوست دارد. از همان اول جز آن فکر و ذکر دیگری نداشت. اش نزدیک منزل من است. به خاطر این داروخانه است که هنوز پس از سالیان سال در همان محله قدیم مانده ایم. ها یکی پس از دیگری از آنجا رفتن. اما حتی پس از مرگ مادر بزرگ و پدر بزرگم و اینکه محلی ما دیگر موقعیت سابق را ندارد هنوز همگی یعنی پدر و مادر و خاله هایم در آنجا زندگی می کنند. مادرم خوب میداند که اگر پدرم و داروخانهاش از هم جدا کنند نه پدرم دوام میآورد و نه داروخانهاش داروخانه پدرم قسمتی از خانه و خانوادهش است مشتریها را به نام میشناسد و برای بعضی از آنها نظر او از نسخه متخصص ها هم با ارزش تر است از وقتی که مسنتر شده دیگر خودش کمتر چلو مغازه می آید اتاقکی پشت مغازه دارد که از ساعت چهار به بعد پاتوق دوستان همسن و هم دورهش است که بیاد دوران جوانی به وراجی و خنده می پردازن. در این بین چند تا مریض هم می بیند. بیشتر آنها بچه ها یا مسنترهایی هستند که حوصله و همت دکتر رفتن را ندارند و به نظر و تجربه پدرم بیشتر از دکترهای جوان و تازه کار اعتقاد دارند. داروخانه همه ما را آلوده خود کرده است. برادر بزرگم داروسازی خواند و بعد از تمام شدن درسش به پدرم پیشنهاد کرد که آنجا را بزرگتر کنند پدرم قبول نکرد داروساز جوانی هم داشت که نسخه را می پیچید دکتری که با خواهرم ازدواج کرد مادرم میگوید عاشق هم شدن اما من میدانم که خواهرم عاشق او شد طرح داروخانه شبان روزی اولین بار به فکر پدرم رسید. مادرم بدون اینکه آگاه باشد گذار این فکر شد. یک بار گفت اگه کسی حرفی نزنه دکتر شبم داروخانهشو نمیبنده نمی بنده. بعدش نمیاد که اونجا بخوابه. پدرم بدون اینکه جوابی بدهد آن فکر را پسندیده بود. برادرم هم دست کمی از او ندارد. همه فکر و ذکرش داروخانهش است. از دوست و آشنا رویش را نمی بینم. زن برادرم این بیتوجهی را تاب نمی آورد و نمی تواند مانند مادرم بگوید همون بهتر که سرش گرمه بود تو خونه نیست تا به دست و پایی من بپیچه. موقعیت مادرم البته فرق می خانواده ما دائما در حال رفت آمد به خانه یکدیگرم به قول پدرم اگر کسی ما را نشناسد نمیفهمد که کی کجا زندگی می کند و کی بچه کی است. خاله پری عقیده دارد که آنها اولین ساکنان آن محله هستند و آنجا حق آب و گل دارند و اصلا آبادی محله و حتی آسفالت خیابان به خاطر آنها و نفوذ پاپا یعنی پدر بزرگم بوده است. یک خانواده بالای کوچه زندگی می کند. یکی هم سر کوچه. خال ما هم و قلام خان که فقط یک خیابان آن طرفتر زندگی می کنند سرزنش می شوند که خودشان را از بقیه جدا کردند و تقصیر آن را هم به گردن قلام می اندازم. شاید امروز کمتر بشود محلایی با آن یک دستی پیدا کرد. بعضیها ها با آن مساوات یا دموکراسی می گویم. اما من آن را یک جور بیغوارگی می دانم و شکل سابق را بیشتر می پسندم. اگر این را به ستاره بگویم به سنتی بودن متهمم خواهد کرد. با اینکه گفتش دلگیرم می کند. اما فکر می کنم حق با اوست. مگر خود من با پدر و مادرم جز این کرده کیست که قضاوت کند آن روزها خانواده ها خیلی با هم تفاوت نداشتند. همیشه یک پدر بزرگ بود و یک مادر بزرگ بچه ها اغلب خاله داشتند و امه و دایی و امو نوکر و کلفت که می آمدن و می رفتن. مثل نن بزرگه و نن ددری که در خانه پاپا و خانم خانم زندگی می کردند و جزئی از خانواده بودند. خانه پاپا و خانم خانم بهترین خانه دنیا بود. مخصوصا روزهایی که پاپا مسافرت بود. پاپا با آن قد کوتاه و موهای سیاه و پرپشت و عینکی که وقتی میخواست چیزی بخواند میزد مثل قول بود. قولهای توی قصه هر بار در قصه ای سر و کلی قول ها پیدا می شد. خودم را زیر چادر ننه ددری پنهان میکردم، کردم و زیر چشم به رستم نگاهی میانداختم. او انگوشت هایش را به هم قفل می کرد و سرش را پایین می انداخ. بابا وقتی بلند و تند حرف میزد به موجود ترسناکی مبدل میشد که بهتر بود کسی دم دستش نباشد من از او نمی ترسیدم اما ترس را با او شناختم دست به زن داشت و با اینکه هرگز مرا نزده بود اما کتک زدنش را دیده بودم مطمئن نبودم وقتی در حضور او هستم چه چیزی انتظارم را می کشد. یک روز عکس مردی را در روزنامه دیدم که میگفتند آدم کشته است از آن روز به بعد برایم مسلم شد که پاپا هر بار به ده می رود چند نفر را می خوشد. اما چون صاحب دست کسی نمیتواند حرفی بزند به رستم که گفتم از ترس تکان خورد خودم هم ترسیدم. هر بار بغلم میکرد دستایش را میگرفتم و به دقت نگاه میکردم تا شاید لکه خونی روی آنها پیدا کنم. وقتی متوجه میشد میخندید و میگفت باز داری کف بینی میکنی بگو ببینم چی میبینی؟ سعی میکردم از بغلش در و زیر چادر خانم خانم پنهان شوم. اینکه ما پاپا صدایش میکردیم از اختراعات خاله پری بود که گویا اسم پاپا را در فیلمی شنیده یا در کتابی خوانده بود و آن وقت گفته بود که بچه ها آقا بزرگ رو پاپا صدا کنند و خانم بزرگ را هم مامی خانم بزرگ گفته بود لازم نکرده حال پری گفته بود که بالاخره یک چیزی باید صدایتم کنم مگه نه خب همین خانم مگه چه ایبی داره خاله پری شانهش را با بیقیدی تکان داده پشت چشمهش را نازک کرده بود و گفته بود خانم خانم ناهید که نوی اول بود و تازه زبان باز کرده بود به تقلید از او میگوید خانم خانم خاله پری هم دنبال گفته بچه را میگیرد و اسم مادر بزرگم می شود خانم خانم مادر بزرگم میگوید این طفل معصوم یک خانم رو نمیتونه بگه اما آن از دست این پری اما لقب خانم خانم تغییر نمیکنه کند وارد فضای بیرون از ایستگاه می شود به بیرون نگاه میکنم خورشید زیر ابر پنهان به هوا سرد و سربی میترسم سرانجام یاد گرمای دلچسب و آفتاب در این روزهای ابری و تاریک از یادم برود سرمای باد را که وقت آمدن توی صورتم میخورد هنوز حس میکنم ژاکتم را به خودم میپیچم به حرکت ابرهای پراکند که هر یک به شکلی و به سویی در حرکتن نگاه میکنم سعی میکنم شباهتشان را با چیزهای دور برم پیدا کنم و مانند زمان کودکیم برایشم قصه بگویم. کودکیم را از آن زمان بیاد دارم. از روزی که تو به باغ خانه ی خانم خانم آمدی. از آن روز که قصه ها را با هم اختراع می کردی. من می گفتم تو درستشان می کردی. تو می گفتی من تمامشان می کردم. شبهای تابستان که با هم روی تخت و حیات دراز می کشیدیم و قصه ها را می گفتیم. بدون تو هیچ خاطره ای از آن دوران ندارم و اگر تو نبودی کودکیم را گم می کردم. کودکیم که هزار سال از آن گذشته گویی در زمانی و دنیای دیگر اتفاق افتاده است. گاه ترس برم می دارد که مبادا آنها را در خواب دیده باشم. هر شب که چند لکی ابر در آسمان می دیدم پرم بهانه پیدا می کردم. و به منزل خانم خانم می رفتم تا با رستم قصه ابرها را بگوییم. رستم آنها را به شکل خانه و دهشان تشویر می کرد و برایشان اسم می گذاشت. یک بار یک تکه ابر بزرگ مستطیل را نشانم داد و دا گفت اونجا مادر من خوابیده. پرسیدم چرا اونجا خوابیده؟ دستش را رو روی سرش کشید. این کاری بود که با ندرد داشت. انگار موهایش نقطه اتکایی برایش بودند. وقتی بزرگترها آن را کوتاه می کردن خجالتی و بیدفاع می شد. مویش که بلندتر می شد انگار شجاعتش بیشتر می شد. از سکوتی که در آن فرو میرفت بیرون می آمد. بزرگترها هیچ وقت نمی چه چیزی برای بچه ها مهم و حیاتی است. مخصوصا بچه هایی که نه پدر داشته باشند و نه مادر. گفت عزیزم میگه رفته آسمون و از اون بالا ما رو نگاه میکنه. پرسیدم چرا پایین نمیاد؟ گفت بر اینکه مرده وقتی کسی میمیره میره دیگه بر نمیگرده پرسیدم عزیزت کیه؟ فکری کرد و گفت عزیزم مادر بزرگمه. مادر مادرت یا مادر پدره؟ دوباره دستش را روی سرش کشید و گفت نمیدونم آنچه از تو و آمدنت به خانمان به یاد دارم خاطرهایی است که با شنیده و گفته های دیگران به هم آمیخته. آنها رو روی هم میگذارم میتوانم بگویم که اولین روز آمدنت را به یاد میآورم. در کنار چادر خانم خانم تازه از خواب بعد از ظهر بیدار شدم و به پسر بچه تنهایی که وسط پله ایستاده است نگاه می کنم. هیچ چیزت برای من غیر عادی نبود. نه اسمت، نه اصل و نسب، نه موهای جولی در. نه لباس های غیر عادی و بزرگتر از تنت فقط نگاهت گیجم می کرد پاپا او را از ده آورده بود همانطور که صندوق های میوه را میآورد دست بچه را می و به میان پله می آورد. بعد رو به خانم خانم می گوید بیا یه نونخور برای تا بردم این دیگه از کجا آوردی؟ این دیگه چیه؟ پاپا می گوید این رستم پسر محمده آوردم کار یادش بدی دم دست ننه باشه مادرش مریض نمیتونه بهش برسه اسمش چیه؟ گفتم که رستم وا این همون رستمه؟ خانم خانم رویش را برگردان و گفت پناه بر خدا داری که من فقط شنیدم سرم را بلند می کنم که ببینم نارخور یعنی چه کوچک، لاغر، کسیف و جولیده است سرش را پایین انداخته به زحمت میتوانم صورتش را از میان موهای انبوه سیاهش تشخیص دهم از من کوچکتر است پاپا آورده بودش که به قول آنها جانی بگیرد و بتواند کار کند اما دو هفته نگذشته بود که خانم خانم دستش را گرفت و برش کردانده گفت تفل بیگناه بی پدر و مادر دق می کنه حالا همینم هم که مسئول جان بچه مردم بشم چند ماه بعد دوباره پاپا او را آورد این بار ما هم برش کردند و یک سال بعد باز به شهر آوردندش این بار بزرگتر شده بود پاپا تا وسط حیات هلش داد داد زد اینو دیگه بر نگردون مگه میخوای زن باباش بکشدش باباش که ارزه نداره جلون سلیت رو بگیره به طرز رقت انگیزی وسط حیات مچاله شده بود پاپا رو به آشپزخانه فریاد زد فاطمه ددری کدوم گوری هستین بیاین یکیتون اینو ببرین نن بزرگی حراسان از حیات عقبی بیرون آمد و در حالی چادرش را روی سرش میکشید سلام می کرد و به طرف بچه رفت خانم خانم به بچه که سرگردان وسط حیات ایستاده نگاهی می اندازد از جا بلند می شود چادرش را که زیر پای من است و روی آن لم داده اما غرق تماشا هستم با هرس پس می سرم را بلند می کنم و با تعجب نگاهش می کنم چرا عصبانی است. به پاپا که به درگاه پنجره تکیه داده قرغوری می کند. همین وقت خالما هم وارد می شود. نگاهی به پاپا و خانم خانم که چادرش را به دور کمرش زده و بچه که نن بزرگ دستش را گرفته می اندازد. اخ می کند. پاپا با دیدن او به ته اتاق می رود. ما هم دختر بزرگ خانواده است و برای خودش کسی است. قد بلند و لاغر است. موهای بلند و صافی دارد که پشت سرش جمع می کند و میبرد زیر روسری. یک بار که موهایش را باز کرده و دورش ریخته بود از رنگ روشن و شفاف و حالت قشنگی که داشت تعجب کردم و پرسیدم چرا موهای به این قشنگی رو قایم میکنی؟ گفت اینطوری راحت ترم حوصله بر رفتم با موهام ندارم خاله ما هم در ظاهر ترکیبی از پاپا و خانم خانم است اما اخلاق و رفتارش به قول خودش مثل هیچ کس نیست پاپا گفته بود باید پسر میشد دختر شد خال ما برخلاف میل پاپا به مدرسه رفته و دیپلمش را گرفته بود بعد خلاف میل پدر معلم مدرسه شده بود از اینکه خال ما هم اهمیت به حرفش نداده بود نمیتوانست او را ببخشد سر همین موضوع با دخترهای دیگرش یعنی مادر من و خاله پری سخت گیری کرده بود پاپا خودش را روشن فکر می و میگوید خوب فرق زن و مرد را درک میکند جای زن در خانه و جای مرد بیرون از خانه است. خاله پری به خاله ماه ایراد می گیرد. ما چوب رو خوردی؟ خاله ماه می گوید. چوب خودتون رو خوردی؟ اگه من به حرف اون رفته بودم در وضع شما فرق نمی کرد. وضع من فرق می کرد. خاله پری شکلکی در می آورد. داره تنه می زنه. خانم خانم می گوید. شروع نکن پری. ما مادرم فقط تا کلاس ششم درس خانه و خاله پری تا کلاس نه. این تصمیم گیری قبیله ای تا خواهر من ناهید نیز موثر بوده او دیپلمش را توانست بگیرد همین که دکتر داروسازی که زیر دست پدرم کار میکرد از او خواستگاری کرد دور دانشگاه را خط کشید پسرها اما باید درس میخواندند به هر مکافاتی که شده حال ما هم از همان ابتدا با پاپا حساب خود را روشن کرد به رغم فکر و خواست او معلم مدرسه شد پاپا پا کار کردن دختری از خانواده متمول و سرشناس را که دستشان به ده دهانشان می رسید کسر شن میدانست و خلاف میل او شوهر کرد. ازدواجش مورد موافقت بابا نبود اما مجبور به قبولان شده بود. غلام خان شوهری نبود که آنها انتخاب کرده باشند. پاپا پا گفته بود بیشتر از این قابلیت نداره. بده بره از شرش را از شو. این دختر برای دختر نمیشه. زن مردمه. غلام خان قد متوسطی داشت نه چاق بود نه لاغر کنار خاله ما هم که میستاد به نظر چاق میآمد صدای بم و گرمی داشت مهربان ترین صدایی که تا به حال شنیدم میتوانستم ساعتا در آرامش آن صدا رها شوم. آنچه گفت برایم آنقدر مهم نبود که گوش سپردن به صدایش مهم بود خودش هم به اندازی صدایش مهربان بود او تنها کسی بود که برای من برای من و رستم قصه خوانده بود در روز مایی که میخرید اگر قصه چاپ شده بود برایمان میخوان ما روزها در افسون آن غرق میشدیم و خودمان را به جای قهرمان های آن میگذاشتیم خاله ما و غلام خان بچه ندارند بچه دار نمی شود هیچ کس تقصیر از کدام است غلام خان نازم مدرسه است که خال ما هم در آن درس می دهد و از وقتی غلام خان برادرزاده پاپا را از مدرسه بیرون کرده دیگر دشمنی پاپا با او علنی شده خاله ما هم میگوید هنوز یه هفته سر نرفته بود که بچه مردم به باد کتک گرفت پاپا میگوید از کی تا حالا غلام وسیه بچه مردم شده از همه وقتی که معلمی رو قبول کرده این پسرموی ما که فکر کرده میتونه درس با کتک تو کله بچه ها کنه غلام هم با کسی رو دروازی نداره اشتباه جناب غلام خان همینه از قدیم و ندیم گفتن چوب معلم گل هر کی نخوره خوله قولم اگه از این معلم ها میخواست زیاد بود اتیش به مرتزه نبود که شما هم سفرشه بکنید. حالا خیلی سر چقدر هم به سفارش ما احترام گذاشته ای خیلی زرنگه، بر خودش یه طوله دست و پا کنه در همین وقت سرکلی لوسی از توی راه رو پیدا شد گربه هنایی و زیبای خانم خانم که دست هیچ کس بهش نخورده جز خانم خانم گربه که لوس و مغرور است و برای همین هم پاپا اسمش را لوسی گذاشته. خانم خانم به همین دلیل خیلی دوستش دارد چون جزو کسی را نمیشناسد و از اهدی حرف چنوی ندارد. ما بچه ها اگر خودمان را بکشیم ممکن است اهمیتی به حرفمان بدهد. رفتار بی او دشمنی نهفته در ما به وجود آورده که از سرس خانم خانم بروز نمی دهیم. این دشمنی در برادرها و پسرخاله هایم به حد اعلاست. لوسی با هزار ناز و عشوه می آید کنار خانم خانم روی چادر نماز او دراز میکشد. خانم خانم نازش می کند و قربان صدقهش می رود. گاهی با احتیاط نزدیکش می دستمان را می گیرد و می گذارد پشت گربه که آهسته نازش کنیم. اما لوسی حتی در این طور وقتها هم گوشهایش را تیز می کند. اگر محکمتر از معمول نازش کنیم کمرش را از زیر دستمان خالی می کند بلند می شود و از اتاق بیرون می رود. اجازه هم نداریم دنبالش کنیم تا ما به در اتاق برسیم او پریده روی پشت بام و ناپدید شده لوسی با قدم های سنگین و آرام از راه رو می آید نگاهی به دور برش می اندازد و یک راست به طرف رستم می رود لحظه به او نگاه می کند کفش و پاچه شلوارش را بو می کشد رستم خم می شود و پشت او را ناز می کند. لوسی سرش را بالا میبرد و پوزش را به آزتین او میمالد خانم, خانم چادر به دست با تعجب و دقت به آنها خیره شده است پاپا که از ته اتاق به بیرون نگاه میکرد ابروهایش را بالا میکشد تو سرت را بلند کردی فقط به من نگاه کردی انگار جرأت نداشتی به صورت بزرگتر را نگاه کنی نگاه متعجب من و نگاه سرگردان تو به هم دوخته شد لوسی پایین پای تو روی زمین دراز کشید اما تو خم نشدی نازش کنی پدر من بهترین داماد پاپا و خانم خانم است که به همه آرزوهای آنها جامعه عمل پوشنده پدرم دکتر داروساز است و صاحب یک داروخانه بزرگ و معتبر و دو برادرم یکی چهار سال و دیگری دو سال از من بزرگتر هستم مادرم یک پاپای دوم است انگار قسمتی از روح پاپا را در بدن او کار گذاشتند برای همین پاپا او را بسیار دوست دارد چنان محبوبه ای میگوید که آدم دلش میخواهد برگردد و ببیند این محبوبه کدام زن زیبایی است که اینطور با احساس اسمش را بر زبان میآورند مادرم میان بالا و لاغر و سبز روست مانند پاپا موهای فرفری سیاهی دارد که همیشه پشت سرش مهارشان میکند مثل پاپا کم حرف و اخمو است و زبان تیزی دارد لباسش هم تا آنجا که به یاد دارم همیشه یک بلوز و یک دامن بود انگار صد دست بلوز دامن رنگ و وارنگ داشت که به وقتش عوض می کرد و چندین جفت سر پایی که از پایش در نمی آمد مگر وقت خواب خسته که بود آنها را لخ لخ به زمین میکشید و خانم خانم که صدای پای مادرم را میشنید میگفت دوباره محبوبه و لخ لخ سرپاییش داره میاد. نه نسود تا قرقرش شروع نشده یه چایی برش بریز رفتار و طرز فکر مادرم مانند پاپا است. این را از روزی که رستم به خانه پاپا آمد حس کردم. یک دشمنی تمام نشدنی و بی دلیل با او دارد. اوری هم که به من میزند به خاطر اوست. خاله پری اما داستانی جدا دارد. در خانه خاله پری همه چیز رنگی از شادی داشت و از اینکه پاپا همیشه گرگر می کرد و پایش را آنجا نمیگذاشت تعجب میکردم. پاپا پا پشت سر شوهر خاله پری او را فکلی و قرتی می نامید. برای اینکه هر وقت دوره هم جمع می شدیم پرویز خان ویلونش را می آورد و آهنگای قشنگی می زد که با آن می رخصیدیم. خاله پری اول از همه بلند می شد. وسط اتاق دستهایش را بالای سرش به هم جفت می کرد و قر می داد و ما را یکی یکی بلند می کرد. همه ما رقص را از او یاد گرفته ایم. خانم خانم نگاهش می کرد و می گفت این رقصی را از کی یاد گرفته؟ طوری میگفت نگاهش میکرد که معلوم بود خودش بیشتر از همه از رقص او لذت میبرد خاله پری کوچکترین و خوشگلترین دختر خانم خانم و پاپاست یعنی که شکل خانم خانم است خانم خانم این رو همه جا میگوید و خاله پری هم میخندد و حرفش را تصدیق میکند خاله پری قد متوسطی دارد که به پاپا رفته و بدن پرش به خانم خانم چشمایش اصلی رنگ است بینی کوچک و لبهای قلوهی هوسانگیزی دارد موهایش را همیشه به مد روز کوتاه یا بلند می کند و آرایشگاه رفتنش ترک نمی شود. خاله پری و پرویز خان دو تا پسر همسن برادرهای من دارند. پاپا می گوید این مرتی که ایسیت خانواری ما رو به باد می ده. حاضر است اگر موقعیت جور شود طلاق خاله پری را از او بگیرد. اما خانم خانم می گوید ما نمی برای اونا تکلیف رو شن کنیم. حالا فرض کن طلاقش رو گرفتی. با تو بچه میخواد چی کار کنه؟ پری شوهرش دوست داره و وسلام سلام نمیتونی به حال خودشون بذاریشون پاپا اخ میکند و میگوید تو انگار با هر چی من بگم مخالفی خانم خانم میگوید بذار دو نفرم تو این خونه لبخند به لب داشته باشن ای بی داره وقتی که خاله پری دخترش را حامله شد پاپا جنجالی به پا کرد که شوهر خاله پری رفت آن طرف شهر یعنی دور از محله ما خانه گرفت و خاله و بچه ها را خاله پری البته باز هم هر روز ماشین میگرفت و به خانه ما میآمد و همیشه هم گریه کنم برمیگشت بعدا هم که بچهش به دنیا آمد همان دختری که من میخواستم اسمش را ستاره بگذارم به بهانه اینکه از پس بچه داری بر نمی آید یا باید یکی از ننه ها پهلوی او برود یا او برگردد به خانه خودش برگشت اما پرویز خان خانه آن طرف شهر را پس نداد و بیشتر وقت آنجا میمان. پاپا راضی بود و خرج خال پری را هم میداد که چشمش به پردیس خان و ویولونش نیفتد اما خال پری میگفت آقا زندگی منو به هم زده شوهرم از من گرفته خانم خانم لبخندی میزد میگفت خیلی هم شوهرتو نگرفته دیگه نکنالو بس کن رستم به من میگفت که شبها پرویز خان به خانه خاله پری میآید و صبح زود از آنجا میرود چند سال بعد خاله پری متوجه شد که پرویز خان رفته و یک زن دیگر گرفته از آن پس خانه خاله پری از شادی ها خالی شد و خاله پری یک چشمش اشک بود و یک چشمش خون پاپا به خانم خانم گفت حالا معلومی که حرف من درست بود این مرتی که بسته ناجور بود خانم خانم دستش را تکان داد که دختره رو بدبخت کردی حالا فکر مونه حق با تو بوده تا اینکه پرویز خان یک روز رفت و غیب شد شاید هم پاپا واقعا به دست یکی از رعیت هایش او را کشته بود از پاپا این کارها بعید نیست خاله پری نفتی نشان هم پاپا را و هم پرویز خان را. اما روز به روز خوشگلتر می شد. خانم خانم میگفت بچه هم حروم شد. با همه قصه که میخورد آدم حزم میکرد به صورتش نگاه کنه. اگه این بچه رو نداشت هم الان هزار تا دا خواستگار داشت. خانه پاپا و خانم خانم با خانه دیگر متفاوت است. به خاطر بودن ننه بزرگ و ننه ددری وحشت قول بودن پاپا را قشقش خنده های ددری جبران میکرد. ننه دادری بهترین زن چاقی که دیدم غذا که میخورد دستهایش را روی سینهش به هم جفت میکند آرنجش را به طرف بیرون حرکت میدهد یعنی دارم از این طرف اضافه میشوم شانهش را بالا میاندازد و میخندد و میگوید خانم جد مگه آبم بخورم روز به روز گندهتر میشم ننه بزرگ زیر لب میگوید آب خالی هم که نمیخوری خانم خانم میگوید همچین آب خالی هم نمیخوری آدم سیر جلو تو بشینه گرسته میشه والا هرکس اینطوری نون خادی رو سق بزنه به بدنش گوشت میشه ننه بزرگه میگوید خانم حرف نان و آب نیست از بس بیخیاله مثل بچه هاست مگه نمیبینی چطوری با این بچه ها قاطی میشه خب ننگ کار که نداره زن گنده گرگم به هوا و تناب بازی میکنه من که سردر نمیارم بر همین بچه خوبه والا. ننه بزرگه و ننه ددری دو خواهرم که انگار از اول عالم در خانه خانم خانم کار میکردند. و فکر میکردیم تا آخر عالم هم خواهند بود نن بزرگه قد بلند و درو شکل بود صدای بلند و محکمی داشت بیشتر این کارو در خانه انجام میداد ننه ددری هیچ وقت توی خانه بند نمیشد به هر دلیل و بهانه از خانه بیرون میرفت و به مرور زمان خورده خریدهای خانه رو به عهده گرفته بود و اسمش را ننه ددری گذاشته بودند اسم نن بزرگ فاطمه خانم و اسم نن ددری خاور بود اما ندیده بودم کسی به جز قریبه ها آنها را با اسمشان صدا کند یک چند به ما بچه ها گوستد کردن که آنها را فاطمه خانم و خاور خانم صدا کنیم اما قضیه چنان مزهک شد که از خیر آن گذشتند نن بزرگ بدش نمی آمد اما ننه ددری به خانم خانم گفت خانم وقتی بچه فاطمه خانم به خاور خانم صدا میکنند، میخوام برم در کوچه رو باز کنم به اینکه مهمون اومده بعضی ها انگار برای این به دنیا آمدن که دوربر خود را پر از تاریکی و غم کنند. ننه ددری هم برای این بود که همه جا را پر از شادی و خنده کند. با اینکه همه به او خور می و سر به سرش می که بی خیال است و اگر دنیا را آب ببرد او را خواب می ببرد. اما در نهان همه به اهمیت وجود او در خانه آگاه بودند. در ای که پاپا آقای آن بود که در هوار کشیدن و نعر زدن شهره آفاق بود و دست به زن داشت و پسرای خانواده و نوکرها بارها از او سیلی و فوش خورده بودند وجود ننه ددری موهبت بود با اینکه هزار زخم زبان از زن بزرگ و خانم خانم میشنید ذره ای از خندهایش کم نمیشد یک پای بازی ما بچه ها بود اگر قصه ای داشتیم سرمان را گرد می کرد و دلداریمان میداد بزرگترین خوشحالیش این بود که چیزی از او بخواهند انجام کاری حوس غذایی بالاترین مایه غرورش این مایی بود که پاپا غذایی را نام ببرد و مثلا بگوید دادری امشب حوس آش کردم ببینم چی کار میکنی دیگر کسی جلودارش نبود فورا دست به کار میشد زیر لب آهنگهایی زمزمه میکرد که همه یاد گرفته بودیم یک مشت ضربالمثل میدانست که در موقعیت های مناسب و نامناسب از آنها استفاده میکرد و مخصوص خودش بود اگر کسی جای آنها را بازگو میکرد همه میخندیدند و میگفتم، این کمال مال ننه ددریه گاهی در مقابل چیزی که از او میخواستیم سعی میکرد سختگیر و جدی باشد با دقت به حرفای من گوش میداد و اخمهایش را در هم میکرد و میگفت نه کمی که اصرار میکردیم نرم میشد و میگفت به شرط اینکه به کسی نگی وگرنه آقا بزرگ منو میکوشه راه که میرفت حرف که میزد یکی جور بیخیالی و آسودگی در اون نهفته بود که ننه بزرگ از کوره به در می برد و ما بچه ها نمیفهمیدیم چرا؟ قدمهایش کوتاه تند و مصمم بود سرش را بالا می گرفت دستهایش را صاف دو طرفش آویزان می کرد و آهسته تکان میداد بدون که به اطرافش نگاه کند ادا در میآورد و ریز می خندید. پسر ها و برادرهایم ادایش را در میآوردند و خودش بیشتر از همه قش و ریسه میرفت. کودکی خستگی ناپذیر و بزرگ نشدنی در وجودش بود. یک روز همه گلدانهای حیات را جمع کرده و دور حوز چیده بود و گفته بود اینطوری قشنگتر است. هرچم هم بردی شوهرش که ما به او آقا وردی می گفتیم گفته بود کاری به آنها نداشته باشد گفته بود تو کارت نباشه. نر بزرگ بارها زده بود روی دستش که خدا به داد برسه اگه آقا بزرگ بیاد پوست تو قلفتی میکنه. جون آقا بزرگه و این گلدونا به سرت زده مگه زن؟ جا به جای گلدان ها که پاپا شماره و قد و اندازه و دانه دانه گلهایش را میدانست از دید ما هم فاجعه بود خانم خانمم دست روی دست میمالید و سرش را تکان میداد عجلش را آورده خودش میدونه چشش کور پاپا که آمد ننه بزرگ آهی کشید و فورا به آشپزخانه رفت اما از گوشه در مواظب بود خانم خانم از توی اتاق حواسش به حیات بود من و رستم پشت درخت ها پنهان شده بودیم پاپا تا وارد شد متوجه گلدان ها شد و داد زد الو وردی ددری نن بزرگ از آشپزخانه در آمد و گفت ددری رفته خبر مرگش نون بخره فرمایشی داشتی پاپا نگاهی به گلدان انداخت و گفت این گلدونه رو ددری درست چیده نن بزرگ گفت پس فکر میکنه این کاری کی آقا میگم بذار دوباره سر جاشو الاوردی کجا بود؟ ننه بزرگ گفت آقا الاوردی مگه از پسش بر اومد بیچاره از صبح هر و جوش خورده حالا هم از خجالت شما رفته تو اتاقش صداش کنم پاپا سرش را تکان داد که نه بعد شنیدم در اتاق به خانم خانم گفت اینطوری بعدم نشده خانم خانم گفت پس دیگه ولش کن یه چند وقت همینطوری باشه الوردی به اندزی کافی قربهش زده انگار همه می که نمی شود پا به پای او و به اندازه او زنده بود و زندگی کرد اگر جایی قرار بود برود صد دفعه تا دم در میرفت و بر می گشت. خانم خانم داد میزد زد بحث دیگه برو چقدر ولراجی می کنی؟ رفتم خانم رفتم باز دوباره دم درگاه بر می گشت و مطلب تازی را که یادش افتاده بود شروع می کرد. خانم خانم میگفت خب خب دددی برو زور شد خاک عالم مگه میره زن برو دیگه میرفت و دو قدم نرفته دوباره بر میگشت به ده که میرفت خانه میشد غم خانه از روزی که میرفت تا روزی که برگردد منتظرش بودیم و هزار دفعه میپرسیدیم کی برمیگرده خاله پری ابرو هر شب بالا میانداخت پوزخندی میزد و میگفت خود شانس بده همه برای آمدنش روز شماری میکردیم جای خالیش را فقط ما بچه های است نمی کردیم. بزرگترها هم دل بستش بودن. خانه با او بیدار می شد و با او به خواب می رفت. به ستاره که فکر می کنم از این گفت گوشی کوچکی از آن چه ما داشته و از آن لذت برده این را نداشته و ندارد دلم می گیرد. از ایستگاه کوچکی بی آنکه در آن که توقف کنیم رد می شویم. گروهی از بچه های مدرسه همراه یکی دوتا از معلمهاشان در انتظار قطاری سادن. و احتمالاً به یک گردش بیرون شهر می روند. جان از کنار روزنامه نگاهی به من می اندازد. نگاهی بیشتر از سر عادت تا توجه. او کاملا با این گوش از دنیای من بیگانه است. آدمی است در اون ساکت و وابسته به عادتهای روزانهش. روزهایش مانند ساعت برنامه ریزی شده و منظمند. هیچ فکری را نمیتوانم در چشمهایش بخوانم. یک بار چشمهایش سرمه شد. سرمایی سرمایی از آن روز با اطمینان می توانم بگویم که آدمای عاشق چشم هایشان ای است دلم میخواهد مدادی بردارم و چشمایش را رنگ سرمایی بزنم چشم های ای مرا به یاد سنت مهتاب می اندازد احتمالا وقتی به سنتش را می نوشته به رنگ سرمایی فکر می کرده است اولین بار سنت مهتاب را از رادیو شنیدم اما لحظه توانستم حسش کنم بیان که بدانم چیست قبل از آن همه من به را می شناختیم. در دفترچه عقاید درباره سوال آهنگساز مورد علاقه می نوشتیم به و در برابر آهنگ مورد علاقه می نوشتیم مرا ببوس به چارچوب در اتاق تکیه داده و به رادیو گوش می دادم. وقتی گوینده نام قطعه را اعلام کرد فهمیدم چرا آنقدر توجه هم را جلب کرده بود آهنگ ما بود آهنگ من و تو دنیای من جهانی شده بود برای محتاب آهنگ های زیادی نوشته شده اما سنت محتاب به خود محتاب بود باید فورا خبر را به تو میرساندم داستان عبرها را تو به من یاد دادی و به را من به تو شناساندم گفتم یک آهنگ شنیدم به اسم مهتاب نمیدونی چقدر قشنگه. اگه بشنوی میفهمی چی میگم نگاهم کرد و لبخند زد نمیدانست چه میگویم و من منظورم چیست گفتم باید صفحه یا نوار آهنگ پیدا کنم و برات بذارم تا بدونی مقصودم چیه خب نمیتونی اونو برا بزنی؟ بزنم همینطوری با دهنت سرم را تکان دادم از این آهنگای همینطوری نیست آن وقتا در تهران مغازه صفحه و نوار فروشی انگوش شمار بود. مشتری هایشان هم بیشتر شاگردها یا معلم های مدرسه موسیقی بودند. شاگرد مدرسه هایی مانند من قدرت خرید صفحه را نداشتند. اما وسوسه که به جانم افتاده بود رهایم نمی سرانجام دل به دریا زدم و به یکی از مغازه های صفحه و نوار فروشی رفتم. با اندکی تردید با تأکید خاص روی اسم آهنگ به خیال اینکه فروشنده را کاملا متوجه منظورم کرده باشم محتاب اثر بتهون را خواستم فروشنده با خوشرویی گفت از اینکه دختر خانمی چنین با سلیقه به سراغش آمده خوشحال است و از میان صفحه ها یکی دو تا را جلو من گذاشت و پرسید کدوم رو ترجیح میدید با بلا تکلیفی پرسیدم مگه چند آهنگ از محتاب دارید لبخندی زد سانت محتاب به یکیه اما اجرای متفاوت داره یکی از سفار نشان هم داد این اجرای آرتور روبینشتن پیانیست روسیه از بهترین اجراهاست صفحه دیگری را برداشت این یکی رو هم شراچر کاسکی زده اونم روسیه کارونم بی نقصه. البته این یکی هنوز خیلی جوون و در قید حیات هیچ یک از اسم ها برای ماشنا ما نبود فکری کردم و گفتم راستش من این اسم ها رو نمیشناسم اما دست کم اون رو که هم اسم خودمه بر میدارم. پرسید اسم شما چیه؟ گفتم شورا بعد پرسیدم نوارش رو ندارید؟ فکری کرد و گفت میتواند آهنگ را رو روی نوار برایم ضبط کند در منزل ما یک گرامافون قدیمی داشتیم که پدرم از آلمان آورده بود برادرم هم به تازگی یک ضبط صوت برای خودش خریده بود که اجازه نداشتیم آن دست بزنیم به او غلام خان یک ضبط صوت داشت و تنها کسی بود که ممکن بود اجازه بدهد نوارمان را در آن بگذاریم و گوش کنیم بعد از ظهر گرم تابستان بود بیشتر اهل خانه در خواب بودند نوار را در کیفم گذاشتم و به خانه خال ما هم رفتم خانه خال ما هم بهترین پناهگاه برای من و رستن بود در آنجا می توانستیم آزاد باشیم می توانستیم هر قدر دلمان می خواهد بازی کنیم بعضی روزها آنقدر دور حوز می دویدیم که نفسمان می و از دردی که توی پهلویمان می پیچید خم می شدیم و زیر یکدیگر را نگاه می کردیم یا غروب ها روی تخت کنار حیات حال ما هم و قلامخان که همیشه سرشان گرم کتاب خواندن یا ورق صحیح کردن بود دراز میکشیدیم و برای ابرها و شکلهای عجیب و غریبشان اسم پیدا میکردیم مسابقه که هیچ تمامی نداشت و هیچ کدام برنده یا بازنده اش نبودیم خال ما و قلامخان از خنده بلند و پچ پچ کردن های ما ناراحت نمی شدن گره می زدن و مانند کاراگاه ها مواظب ما نبودن هیچ وقت نمی گفتن باید ساکت باشیم و شیطانی نکنیم. یک بار غلام خان به خاله ما هم گفت این بچه ها شیطونن اما بی تربیت نیستن. خاله ما هم گفت برای بچه صدا جزی از زندگیه برای بزرگتر سکوت جزی از زندگی میشه. باید سالها میگذشت تا به مفهوم حرف او پی ببرم. امروز ساکت بودن و سکوت برایم شکل دیگری گرفته است. هیچ وقت از آن خوشحال نبودم. سکوت من انتخابی نبوده. و برایم چندان جای سرفرازی ندارد سر راه به رستم که داروخانه پدرم را میبست گفتم که همراه هم بیاید تا نوار ما را گوش کنیم لبخندی زد و گفت از حال شده نوار ما صبر کن تا گوش کنی و بفهمی منظورم چیه خاله ما هم و غلام خان تازه نهارشان را تمام کرده بودند غلام خان با دیدن نوار به ضبط صوت که روی تاخشه اتاق بود اشاره کرد و گفت بلدی باش کار کنی گفتم بله گفت بسیار خوب روزنامهاش را رو برداشت و به اتاق دم دری رفت ما هم در حالی که ظرفهای نهارشان را رو از روی میز برمیداشت به رستم که میخواست آنها را از دستش بگیرد و به آشپزخانه ببرد گفت خودش میبرد بعد هم میرود کمی بخوابد نوار را در ضبط صوت گذاشتم رستم کنار در ایستاده بود گفتم بیا بشین سر اشاره کرد که خوب است و همانجا ایستاد یکی از ویژگی هایش همین یک دندگی بود گاهی از آن دلخور می شدم گاهی از آن سردر نمی آوردم بعد هم با آن عادت کرده بودم نوار را که گذاشتم از زیر چشم به او نگاه کردم با تمام وجود دلم میخواست او هم احساس مرا داشته باشد و آن را درک کند سرش پایین بود و با دقت گوش میداد نیمه های آهنگ آهسته کنار در سر خورد و روی زمین نشست تمام مدت سرش پایین بود هیچ چیز نمی توانستم از خیافش بفهمم قسمت اول آهنگ که تمام شد نگاهش کردم نفس بلندی کشید و آهسته گفت یه دفعه دیگه بذار گفتم بیا نزدیکتر بشی نمیخوام صداش رو زیاد بلند کنم گفت میشنوم نوار رو از اول گذاشتم گاهی از پنجره به آسمان نگاه میکرد آهنگ که تمام شد گفت اینو باید شب گوش کرد وقتی که ما تقلا میکنه خودش رو از زیر گوشه کنار ابرا بیرون بکشه پرسیدم دوست داشتی دوست داشتن چیزای قشنگ خیلی راحته من از همون اول که اونو شنیدم یاد محتا افتادم گفت مثل بستنیه گفتم مثل رنگ سرمهیه مثل مهتا دستی روی سرش کشید یه دفعه دیگه بذار فروشنده مغازه صفحه فروشی مرد بازوق و خوش است. دفعه بعد به آنجا می و میپرسم که به آهنگ دیگری در مورد محتاب ندارد میگوید. گوید آهنگ های زیبایی دیگری داره که اگه بشنوید حتما به اندازه سنت محتاب خوشتون میاد سکوت میکنم. نمیدانم چه بگویم در خانه ما موسیقی فقط همان است که از رادیو میشنویم فروشنده از سمفونی های میگوید می گوید و اضافه می کند سمفونی شماره پنجش رو روی صفحه دارم میگویم ما فقط ضبط صوت داریم. لبخندی میزند و میگوید برای شما که دختر خانم با علاقه هستید میتونم رو نوار پیادش کنم برای گرفتن نوار که میروم میگوید چون نوار زیاداش یک قسمت از سمفونی شماره 6 رو هم براتون زرد کردم و در فرصتی که پول میدهم میگوید هر یک از کاراش داستان و معنایی داره میپرسم مثل محتابش به سمفونی شماره پنجش میگن سرنوشت اینطور به در میکوبد و در پاسخ نگاه پرسش آمیز من اضافه میکند گوش که بدید متوجه میشید و اسم سمفونی شماره 6 پاستراله یعنی سمفونی شبانی پر از آوازه جنگل طوفان و نقمه های نی چوپان و پرنده است یکی از زیباترین کارهای موسیقی جهانیه علاقه و بی اطلاعی مرا که می بیند اضافه می کنند. کتابی در تفسیر موسیقی هست تا چند وقت پیش یکی دو نسخه داشتم در اون کتاب کارهای معروف تفسیر و تحلیل شده احتیاج نیست که آدم موسیقیدان باشه و از رمز و راز موسیقی سر در تا بتونه به توبن دوست داشته باشه میگویم دوست داشتن چیزهای زیبا خیلی راحته میگوید کاملا حق شماست به تو مانند چشمه زلال و جوشان به تو برای هر شنونده چیزی داره برای همینم به تو شده میگویم خوش حال شما که میتونید هر آهنگی دوست دارید گوش کنید لبخندی میزند و من تا بناگو سرخ میشوم فقط سالها بعد است که میتوانم به ساده دلی خودم مانند آن فروشنده بخندم از آن پس با موسیقی بتوون به دنیای تازه را پیدا می کنیم و قدم به قدم به دنبالان کشیده می دنیای دنیایی کاملا ناآشنا با افسونی بی پایان. می گویم چه زیباست. می گویی چه آرامشی دارد. می گویم باور نکردنیست. است گویی من باور می کنم. می چه خوب می شد به مریضایی که برای پیچیدن نسخه میآیند بگویم به جای خوردن آن دواها بنشینند و به سمفونی های بتوون گوش بدهند و ببینند چقدر حالشان بهتر می شود. می خندم و میگویم اون وقت بابام داروخنش رو ورشکست می کردی. اما قبل از اینکه ورشکست بشه اول منو بیرون می کرد. چه بهتر اون وقتی که دلت از دوا به هم نمی خور. از یه چیزی که به هم میخوره. از چه چیزی؟ فرق نمیکنه دوا یا غیر دوا به هر حال آدم همیشه از یه چیزی حالش به هم میخوره. بعدها نواری درست می کنیم که راز من اوست. نوار با صدای سازهای ذهی سمفونی شماره شش شروع می شود. هایی در جنگل می پیچد و میانشان در گوش کنار پرنده ای می خاند. بلبلی چهچه می زند. حد صدا می کند. باد میان درختان می پیچد. اما پیش از آن که طوفان شروع شود آنجا که نقمه ها کوتاه و آهسته می شوند ناگان محتاب بر درختان تاریک تاله می شود. ابرها در حرکتند و سکوت همه جنگل را پوشانده است و در لحظه ای که مسهور زیبایی هستم سرنوشت با همه نیرویش به در میکوبد از این نوار یکی من دارم یکی رستم هیچ کس راز آن را نمیداند این نوار برای مانند قرص های آرام بخش است رستم به خاطر این نوار یک ضبط صوت خرید میخواست آن را به من هدیه بدهد گفتم نه گفت برات یکی میخرم از حقوقم گفتم نمیخوام پرسید چرا حالا از خودم میپرسم چرا و تنین آن چون فریادی در دلم میپیچد نمیخوام دیگه چیزی نگفت دستش را توی موهایش فرو برد آنها را به هم ریخت و صافشان کرد کاش میتوانستیم در قطارهای در حال حرکت باشیم و جز یک بلیت دائمی نداشته باشیم میتوانستیم مردم را تماشا کنیم و برای زندگیشان داستان ببافیم زندگی هایی که شبیه هم هستند و کوچکترین شباهتی به هم ندارند مانند ابرها او در سنی کار کردن را شروع کرد که بچه های دیگر مدرسه را شروع می کردن. هر روز صبح که روپوش های مدرسه من را می پوشیدیم و کیف و کتاب من را بر می دشتیم تا به مدرسه برویم رستم به داروخانه پدرم میرفت. همه به او که مجبور نبود تمام روز روی نیمکت بنشیند و به درس گوش بدهد مشق بنویسد و درس حاضر کند حسادت می کردیم. بچه ها قدر خوشبختی هایی را که دارند نمیدانند. ماندنش اما در داروخانه طولی نکشید بوی دارو حالش را به هم میزد و آن حساسیت داشت برای حساسیتش کتک سختی از پاپا خورد باور نمیکرد بچه دهاری بتواند به چیزی آن هم به بوی دارو حساسیت داشته باشد باور کردن اینکه تنبل است و نمیخواهد کار کند برایش راحت تر بود اما کتک فایده ای نداشت دست خودش نبود پدرم گفت نمی شود آقا این بچه نمی اینجا بماند در خانه به مادرم گر میزد پدرت که نمی به همه زور بگه بعضی این هن بوی دو حالشون به هم می دست خودش نیست حالش به هم میخوره کاری نمی بکنه ولی در خونه من خوب نیست مردم فکر می معتاده معتاد مریضه من زمان بچه مردم نمیشم. دست کم اگه بزرگتر بود آن وقت پاپا پس گردنش را گرفت و برد گذاشتش پهلوی جواد آقا که دو تا مغازه پایین تر از داروخانه پدرم پینه دوزی داشت. خاله ما هم یک روز جواد آقا را می و میگوید این رستم چقدر برای کار میکنه؟ خانم کار که چارت کنم انقدر کوچیکه که کفش نمی نمیتونه تو دستش بگیره. خب پس لازم نیست هر روز نگهش داری؟ یک دو روز در هفته بسه روزه دیگه بفرستش بره خونه خانم ولی ما حرفی ندارم برای رو آقا بزرگ و زمین نندازم قبولش کردم همین یه دو به پای بیشتر نیست میدونی که بچه به این کوچکیه اگه ببینن ازش کار میکشی جریمت میکنن خانم ما که نمیتونیم رو حرف آقا بزرگ حرف بزنیم ما کوچیک آقا بزرگیم این بچه هم کاری ازش بر نمیاد حالش هم به هم میخوره نمیدونم چه دردی داره از من گفتن میان در دکونتو میبندن خانم تقصیر ما که نیست بیان ببندن تازه خانم این دکان ما چه قابلی داره این حرفا چیه جواد آقا خودت میدونی که زحمت همه کفشای ما با توه بدون شما کاری محله نمیچرخه فقط حواست باشه این بچه رو نباید تمام روز تحت دکون زندونی کنی یک دو ساعت که کار کرد بفرستش بره خونه خانم به پیغمبر من حرفی ندارم فقط اگه آقا بزرگ بفهمه تو بچه رو بفرست خونه من با آقا بزرگ میگم اونو بزه به عهده من از اون بابت نگران نباش جواد هم از ترس پاپا و گفته های خال ما هم گیج شده بود و دیگر تکلیف خودش را با بچه که کاری هم نمی توانست برایش بکند نمیدانست و جرات نمی کرد آنطور که رسمش بود و دلش میخواست از او کار بکشد هر طور بود به این بهانه که پسر خودش را سر مغازه آورده عذرش را خواست پاپا بار دیگر پس گردنش را گرفت و به داروخانه پدرم بود و با افتخار اعلام کرد و چنان گوشش رو چرخوندم که حال به هم خوردن یادش بره زن و مردی میان سال با سر و بعضی مرتب دنبال جا میگردن با دقت به سندلی ها نگاه میکنن دوتا جای خالی کنار هم پیدا کنند. از جلو ما که میگذرند بوی عطر گران قیمت زن در مشامم میپیچد مرد چند روزنامه زیر بغل دارد و کیف به دست دیگرش است و جلوتر از زن میرود و جای خالی را بررسی میکند زن هم دو مجله پربرگ در دست دارد و کیفش را روی شانه انداخته است بیخیال خیال و آسوده او را دنبال می کند با نگاه دنبالشان می کنم. چند ردیف دورتر جایی کنار هم پیدا می کنند از اینکه اصرار دارند پهلوی هم بنشینند تعجب می کنند با آن روزنامه ها دیگر چه فرقی برایشان دارد که کجا بنشینند با چنین دیواری تا مقصد هیچ کدام یکدیگر را نخواهند دید همه فکر و ذکرم امتحانات دیپلم و کنکور پس از آن است اما ته دلم ترجیح میدم کتاب داستان بخوانم و در رؤیا فرو روم به رستم میگویم فصل بهار مگه میشه درس خوند و نگاهم در چشمهایش که در ته آن خنده ای شیرین اما عذاب دهنده موج میزند گم میشود از گفتم پشیمانم یک بار به داروخانه رفتم تا بسته داروی را که مادرم سفارش داده بگیرم بسته را آماده کرده بود آن را روی پیشخان که به دستم میداد دستش را روی دستم گذاشت دلم لرزید حتی نتوانستم نگاهش کنم گفت اگه میدونستم خودم برات می آوردم گفتم مال من نیست راه هم گه دور نیست هم لازم نیست اینقدر حاضر به خدمت باشی خندید دوباره همان نگاه بسته را برداشتم و به سرعت آنجا را ترک کردم فاخته گفت همینطوری جوونی ما هدر میره روزی که باید عشق کنیم و خوش باشیم با ترس و لرز امتحان از دست میدیم میگویم چاره ای نداریم داریم تو هم لازم نیست انقدر از عشق دم بزنی چرا این روزا با همه دعوا داری اگه دعوا میخوای بر داروخونه دیروز هم نزدیک بود با رستم دعوا کنم با من تعارف میکنه مثل غریبه ها از نگاه چیزی نمیگم ادامه میدم حالا خودم رو نمیفهمم نمیدونم چم شده اش را بالا میاندازد و میگوید چارچ چرش جو بیخیالیه که اونم نمیذارم داشته باشی تو خونه ما همه مثل ژاندارما ما چار چشمی منو میپان تو رو دیگه چرا تو که مشکلی نداری حالا که من بگم یه چیزی نه اینکه که ارسال چاری دول نمیشی بمیرم برات که خیلی جای قصه داری ترس من از کنکوره ترس که نگو مشکل مادرجون منم همینه اونم اگه کاری نداشته باشی مهران کوکش میکنه چون اون قبول شده من اگه قبول نشم وا ویلا تا این یه ساعت گویندگی تو رادیو انگار خاره و به چش همه میره نمیدونم چه زدیتی با این یکی داره تقصیر خودته اگه میتونستی جلو زبون تو بگیری نگاه فاخته به زندگی هر چیزی را فریبنده تر از آنچه بود جلوه میداد همان داستان قاز بودن مرغ همسایه بود از رادیو داستانهایی تعریف میکرد مانند سریال های تلویزیونی برای ما از گوینده هایی می گفت که تنها از طریق صدا می شناختیم و تشنه دانستن جزئیات زندگیشان بودیم از خراب شدن برنامه ها و هزار و یک چیز دیگر چنان با آب و تاب تعریف می کرد که با دهان باز چشم و او می دوختیم و خودمان را در همان حال و هوا حس می کردیم مکسی می کرد و می گفت من نباید این سال برای شما بگم اونا همکارا من شما بالاخره من از کار بیکار می کنیم. بعد هم چه اصرار میکرد این فایده نداشت راهش را میگرفت و میرفت و وعده میداد که در فرصت بعدی آن هم شاید برادرش به او حسادت میکرد همانطور که ما به او حسادت میکردیم دنیای او رنگی داشت متفاوت با دنیای ما رنگهای دنیای او درخشان بود پر رنگتر بود شفافتر بود به فکر هیچ کدام ما نمیرسید اگر در موقعیت او بودیم آیا میتوانستیم مانند او باشیم بعضی استعداد شادی را دارم و این ظرفیت در فاخته به حد رشکنگیزی فراوان بود. میگفت از وقتی بابا مرده مادرم چارچشمی چشمی موازه مهرانم خودش یک ها بابای من میدونه. رادیو رفتن رو هم با یه شرط قبول کرد که لطمی به درسم نخوره. گفته اگه حتی نمره یکی از درسات خراب بشه باید دور رادیو رو خط بکشی. سرش را تکان میداد چشمایش را خمار میکرد و می گفت، مادر و برادرم فکر میکنن کنن برای هر کاری همیشه وقت هست. نمیدونن که من با این کار خوشم لیسانس میخوام چی کار میگفتم اگه تمرین کنی و برای ما آواز بخونی شاید مثل مادر بزرگت بشی تو انگار فقط به فکر خودتی دیگه همینم مونده برای شما آواز بخونم مگه ما چه عیبی داریم اگه قرار بود آواز بخونم درست و حسابی میخوندم نه فقط برای شما اون وقت مجبور نبودم برای این درسای صد تا یک قاز جون بکنم میدونستم در رادیو تشویقش میکردم که تمرین آواز کند میگفت صداش تو خونه در نی بردم اگه اینو بفهمند که نمیذارم پام اونجا بذارم یک بار یکی از رادیو ها پیشنهاد کرده بود که اگر بخواهد تعلیم آواز ببیند به یکی از استادان معرفیش می به مادرش که گفته بود مادرش هشدار داده بود اگر مهران بفهمد میدانی چه جنجالی به راه میاندازد میگفت البته کسی که تو این میان مطرح نبود من بودم تو خودت هم که نمیخواستی اگه میخواستم اگه فرقی میکرد اصلا اونا فرصت ندادن من اظهار نظری بکنم خودشون بریدن و دوختن و تموم دلیلشون اینه که محیط هنری ما سالم نیست انگار در اون محیط هنری کسی رو داخل آدم میدونن گفتم ابدا فقط بعضی چند تا عاشق سینه چاک پیدا میکنن اگه راست میگی اینا رو تو خونه بگو آره همینم مونده تو هم خواهش کنم مواظب هر صدرنت پیش مامان باش سال آخر دبیرستان مهران دوباره اشاره کرده بود که بهتر از کار رادیو را کنار بگذارد و به درسهایش برسد با حرس و دلخوری میگفت معلوم نیست چه مرگشه من که سر در نمیارم میدونم از چی حرس داره از اینکه من پول در میارم اما اون نه اما کور خونده اگه شده درسم رو ول کنم کارم رو ول نمیکنم مادرم من انگار زبونش قورت داده تازه کارگردان اصلی پشت پرده اونه اینو بهش میگن شانس در ایستگاهی میان راه توقف کردیم ده دقیقه از وقت حرکت قطار گذشته است این قطارها معمولا برنامههایشان دقیق و سر وقت است جهان روزنامه را رو کنار میزند و میپرسد آمبیانس یعنی چی میگویم آمبیانس فرانسوی است یعنی آتمسفر جو محیط مشکل جهان یاد گرفتن زبانهای جدید است مشکل من هم یاد گرفتن زبانهای جدید اما برعکس او به این دلیل همراه او دور جهان گشتم تا بتواند جایی مستقر شود او زبان فرانسه را دوست نداشت و می گفت یاد گرفتن آن غیر ممکن است و ظاهرا همه آن را به فراموشی سپرده است اما من پس از شش ماه آنقدر به آن تسلط پیدا کرده بودم که بتوانم در امتحان ورودی دانشگاه قبول شوم جهان می گفت فرانسه زبان منطقی نیست و یاد گرفتنش به زحمتش نمیارزد گفتم باور نمیکنم این حرف میزنی چرا آخه تو اون همه منطقی که پایبندش هستی این چه ربطی به فرانسه داره بر اینکه از زبونی ارزش منطقی خود شده داره وقتی اون یاد بگیری و بتونی با اون حرف بزنی زیباییش رو حس میکنی هر زبونی بله اما فرانسه نه در اینکه زبان فرانسه مشکل حرفی نیست اما یکی از زیباترین زبانهای دنیاست این رو که نمیشه نف کرد تازه اگه اینطوریه چرا اینجا انتخاب کردی چشمهایش را تنگ کرد لبهایش را به هم فشرد راستش خودم هم نمیدونم شاید برای اینکه نزدیک بود نزدیک ایران و برای ما ایرانی جذابیت خاصی داشت زبان بهانی بیش نبود خواهر جهان که همراه شوهرش به آمریکا رفته بود پس از یک سال مادرش را هم برد جهان تصور میکرد که با رفتن به آمریکا همگی دور هم جمع خواهیم بود و آینده کاریش در آنجا بهتر خواهد بود من ترجیح میدادم در فرانسه بمانیم و درسم را تمام کنم اما بلچار همراه او راهی آمریکا شدم دلم را به این خوش کرده بودم که آمریکا افق جدیدی برای من خواهد بود یاد گرفتن زبان هم مشکلی نبود به هر حال همه ما انگلیسی را در مدرسه خوانده بابان آشنا بودیم می توانستیم با گذراندن یک دوره کلاس های فشرده زبان گلیممان را از آب بیرون بکشیم از پاریس یک دنیا خاطره یک زبان زیبا و یکی دو دوست همه آن چیزی بود که همراه داشتم نه حسرتی نه خیال بازگشتی اما جهان آمریکا را نپسندید هنوز دو سال نگذشته بود زمزمه را شروع کرد که اینجا دنیای آشفته است دنیای ماشینی است و انسان در آن ارزشی ندارد من حتی دلم نمیخواهد بچه هایم در این محیط بزرگ شوند گفتم کدام بچه هنوز که بچه‌ای در کار نیست درس من چی گفت کار من مهمتره باید بتونیم زندگیمون رو بگذرونیم تو هم میتونی درس رو ادامه بدی هیچ چیز مانع اون نیست دیگر نمیدانستم تا چه اندازه به حرفی که میزند اعتقاد دارد و من و درسم چه اهمیتی برایش داریم اصلا اهمیتی داریم گفتم اون وقت که درسم شروع کردم یک قرن پیش بود حالا سر کلاس خدا میدونه بچه چه قدر با من تفاوت سنی خواهم داشت از این گذشته اون همه اشتیاق برای نزدیک بودن به خواهر چی شد دنیا امروز کوچک شده هر بار می میتونیم با یه پرواز چند ساعت اونا رو ببینیم سرم را تکان دادم احتیاجی نبود اشتباه بودن تصوراتش را با کنم با حوشتر از آن بود که با آن آگاه نباشد گفتم همراه نمیاد. میمونم تا درسمو تموم کنم نمیتوانست گفتم را باور کند خودم هم باور نداشتم گفت منظور تو نمیفهمم منظورم ساده است میمونم تا درسمو تموم کنم چند سال به تموشتان درست مونده؟ چند زمستار دیگه باید برداری؟ مهم نیست میخوای کجا زندگی کنی؟ خرج زندگی رو کی میده؟ خودم کار پیدا میکنم. به همین آسونی؟ اگه تهران مونده بودم من دکتر شده بودم هر کشوری سیستمی داره میفهم این چیزا چقدر سخته چقدر میتونه کارم و عقب بیاندازه دست کم انگلیسی زبون روز دنیاست و مجبور نیستی زبون دیگه یاد بگیری خندیدم و گفتم زبان شب دنیاست و روز جهانه اصلا اگه قرار نبود به ایران برگردیم ایران اگه ایران برگردم اول باید برم سربازی خب ما که اونجا زندگی نداریم سربازی رفتن من یعنی دو سال سرگردان بودن با همه محدودیت های زندگی اونطوری خب و صاحب کنم تا بعد که سن سربازی رفتنم من بگذره منظورت منظور که هر آدم تحصیل کرده ای برای اینکه سربازی نره از رفتن به مملکتش منصرف میشه تا وقتی قانون بر این قراره چاری نیست حقوقی که سربازی به من میده خرج یه هفته هم نمیشه سن سربازی نرفتن چه سنیه؟ اونم درست نمیدونم به این میگن وعده سر خر خودم میدونی که یک کلمه از حرفات رو باور نمیکنم اگر روکراس بگی که از اول قصد برگشتن نداشتی اقلا دلم نمیسوزه بیان که حرفم را نفی کند گفت اگه چند سال بمونی میتونیم برای آیندهمون سرمایه گذاری کنیم آمریکا آینده برای ما به عنوان خارجی نداره نمیدونم در انگلستان چطور اونجا خارجی نیستیم انگلیس فرق میکنه دنیای متمدن و جدیدیه جهان جدید نیست خندید و در حالی که دستش را دور شانههایم میانداخت گفت تو که مرا تنها نمیسری تو که با من میایی؟ آن وقت برای بار سوم درسم را نیمه کار رها کردم و همراه او رفتم در حالی که حس بلا تکلیفی و پشیمانی بر ذهنم چون یک سؤال بی جواب و یک لبخند پر تمسخر فشار می آورد. زمانی که سرانجام در لندن مستقر شدیم دیگر به راستی نمی با درس پاره پاره هم چه بکنم. در انگلیس کارها به قول معروف دیر و زود دارد اما سخت و سوز ندارد دنبالی درسی را که در ایران و فرانسه و آمریکا خوانده بودم توانستم در انگلیس به پایان برسانم اما میدانستم که بازگشت من به ایران خواب و خیالی بیش نخواهد بود بنابراین دست کم باید به یکی از آرزوهایم جامعه عمل می پوشندم. باید داروساز می شدم همونطور که به تو قول داده بودم به فاخته می یه مرد میتونه بی اون که عقیده در موردی ابراز کنه تو از کاری که در پیش داری منصرف کنه لبخند میزند و میگوید منصرف کلمه ظریفیه یه مرد میتونه از کاری که میخوای انجام بدی بیزارت کنه فقط یه مرد عقیدهش رو طوری بیان میکنه که با مخالفت کردن تفاوتی نداشته باشه میگویم سختترین نوع زندگی زندگی در ظاهر چنان آراسته که حتی خودت هم ندونی از چه چیزیش میتونی ناراضی باشی منتظرم بگوید برو و قدر زندگیت را بدن سال هاست که تکی کلامش این یک جمله است برو قدر زندگیت را بدان هر بار میخواهم برایش درد دلی بکنم سری تکان میدهد و میگوید آه قدر زندگی تو بدون کار که میکنی استقلال خود تو داری در بهترین جای دنیا زندگی میکنی یه بچه که بیشتر نداری قصه هم که براش نداری پس قدر زندگی تو بدون تو تنها کسی بودی که هیچ وقت به من نمیگفتی برو قدر زندگیت را بدن جهان که روزنامه میخری از من پرسید آیا روزنامه یا مجلهی میخواهم؟ من چیزی نخریدم به زن و شوهرهایی فکر میکنم که روبروی هم مینشینند و غذایشان را در سکوت میخورند مانند دو زندانی که مجبور به هم صحبتی باشند زندانی هایی که به جز غذایی که در بشخابشان است به چیز دیگری اهمیت نمیدهند اول ازدواجم دیدن این مناظر برایم عجیب و قبولش سخت بود. تصور میکردم اون از سرزمین دیگری آمدند. فکر میکردم میشود کاری برایشان کرد. این را اولین بار چک به من گفت. وقتی با تعصب و غرور از ازدواجم صحبت میکردم خندید و گفت ازدواج مثل زندونه واردش میشی کلیدشو گم میکنی و بعد از اون دنبال کلید گم شده میگردی گفتم ولی زنی که ممکنه روزی با تو ازدواج کنه دلم میسوزه روزی متوجه میشی چیزی در زندگی اونقدر که تو تصور میکنی جدی نیست چک اهل چکسلواکی بود اسمش هم چک نبود من چک صدایش میکردم در کلاس فرانسه با آشنا شدم با او و لیانا لیانا دوست دخترش و اهل رومانی بود آنها هم تازه وارد پاریس شده بودند لیانا همراه خانوادهش به فرانسه مهاجرت کرده بود یک خواهر و برادر کوچکتر از خودش داشت. می گفت که دیگر به رومانی بر نخواهد گشت. پدرش کار می کرد. وضع مالیشان خوب نبود و زندگیشان به زحمت می گذشت. می گفت حتما باید در دانشگاه قبول شود. درس می و کار هم می کرد. می گفت برای هزینه دانشگاه مجبورم کار کنم. خیال داشت مترزمی بخواند. استعداد ای در زبان داشت. و فرانسه رو در همون مدت کوتاه خیلی بهتر از ما صحبت میکرد. چک بعد از ماجرای بهار پراگ که به سرنگونی دوبچک و تسلط کمونیسم انجامیده بود، همراه برادر و پدر و مادرش از آنجا فرار کرده بودند. خانوادهش را ندیدم، فقط یک بار برادرش را در دانشگاه دیدم. مثل خودش خوشخیافه، قد بلند، بور و سفید بود. چک از دوری وطنش به شدت رنج می برد. از عجیبی نسبت به مملکتش داشت نمیتوانست مهاجرتش را قبول کند عقیده داشت که انسان باید بماند و مبارزه کند میگفت پدرم اونجا نمون برای اینکه ما بتونیم آزاد بزرگ اما من بالاخره برمیگردم اونجا کشور منه مال منه این دوره گذراست به پدر مادرم هم گفتم اونم از بودن من اینجا خوشحال نیستم از تصور روزایی که مادرم میگذرونه پشتم میلرزه گاهی شب که به خونه میرسم به نظرم میاد اون همونجا که صبح ازش خدافزی کرده بودم جا مونده حس میکنم روشو گم کرده اما بر اینکه پدرم رو ناراحت نکنه حرفی نمیزنه چک همان غروری را که برای مملکتش داشت در مورد خود و خانوادهش هم ابراز میکرد خودش را یک سر و گردن بالاتر از دیگران میدانست و میگفت امکانات پیشرفت اینجا بر من تا اون زمانی خوبه که بعدا برای کشورم کارساز باشه ما هر دو به هم نیاز داریم یکی بو نمیتونه بدون یکی دوم بیاره دیانا میخندید و میگفت این همه خیالات واهیه غرور ندونستنه من که دیگه اونجا بر نمیکردم آدم یک بار به دنیا میاد و یک بار زندگی میکنه و در این فرصت باید خوش باشه این حرفه که تو میزنی بچگونه است پدر من توصیه کرد هرگز دور سیاست نگردیم و فکر بازگشت رو هم نکنیم چک نمیتوانست از بازگو کردن زیبایی ها و بی نظیر بودن کشورش خودداری کند دیانا می خندی و حرف او را قطع می کرد و رو به من می گفت بسر من برات بگم آن وقت به حالت نمایشی دستهایش را تکان می داد و می گفت یادت نره که استباکی از دو بخش چک و استواکی تشکیل شده جنگل های فرابونی داره آب و هواش توز مسون سرد تا گرمه یعنی اینکه بهترینه چک نگاهش میکرد و او ادامه میداد معادن فراوانی داره سنتش پیشرفته است مردمش مخصوصا در شمال به موسیقی علاقه دارن و اپرای مهمی هم داره از گوشه یه چشم نگاهی به چک میانداخت اما الان در دست کمونیست اسیره و منتظره که ایشون تشریف ببرن اونجا رو نجات بدن چک سعی میکرد ساکتش کند اما اعتنایی نمیکرد و میگفت ما اگه زرنگ باشیم باید به خودمون باشیم و گلم خودمون رو عذاب بکشیم سیاست رو به سیاست بازا واگذار چک عقد میکرد و میگفت چیزی که من میگم ربطی به سیاست نداره من برای توصیف برتری ها و زیبایی های کشورمان با او هم داستان میشدم لیانا گوش میکرد سرش را تکان میداد و میگفت همه اینا که شما میگین روی یک کره باید قرار گرفته شما خودخواهترین ترین فاشیست رو زمینین چک از شنیدن کلمه فاشیست صورتش برافروخته شد و فریاد زد به من نگو فاشیست تو دیگه باید بدونی که فاشیست ماما چه کرده لیانا گفت به نظر من وطن پرسی یعنی نجات پرسی و نجات پرسی به هر شکلی غلطه چک پرخاش کرد پس تو وطنتو به اینا میفروشی؟ یعنی چه وطنتو میفروشی؟ من دارم زندگی میکنم حالا که پدر و مادر من اینجا آوردم بهترین راهی که از فرصتی که دارم استفاده کنم ممکن بود اگه وطنم موندم آدم بیکاره می شدم. من به فرانسوی که نگاه میکنم هیچ تفاوتی در اون با یه رومانیایی نمی بینم هیچ تعصبی هم هست نمی کنم. برای همین دلم میخواد در بهترین جای ممکن زندگی کنم و بهترین استفاده را از زندگیم ببرم هر وقت هم حوصلم از فرانسه سر رفت و جای بهتری پیدا شد میرم اونجا ما مهاجرا بهترین راه زندگی برامون یه جا نموندنه اینجا زمین خداست ما همه بنده های خداییم اما دلتنگی چک برای کشورش عمیقتر از آن بود که استدلال لیانا را بپذیرد سرش را با تأسف تکان میداد و میگفت اگه کشورم رو پاره پاره نمی کردم اگه اینقدر زور و بیداد نبود بیشک پدرم اونجا رو رها کرد ما زندگی متفاوت و بهتری داشتیم کاری که پدرم اینجا میکنه برای تامین خانوادهشه این کار براش ارجی نداره و میتونه یه مرد رو از پاد بندازه مادر ما حس میکنم اگه عشق خونه به همدیگه نبود دووم نمی آوردن اونا خوب میدونن که چه گنجی رو پشت سر گذاشتن ما پراگ بهترین دانشگاه هستیم چه نیازیه که اینجا باشیم چک عاشق درژاک بود و او را بزرگترین موسیقیدان اروپا میدانست میگفتم مگه تو بتهون گوش ندادی بتهون به جای خود اما اگه به کار درژاک گوش کنی به کنسرت یا ویولنسلش به سمفونیاش اون وقت میفهمی من چی میگم آهی میکشید و ادامه میداد حتی تو هم نمیتونی بفهمی من چی میگم میگویم حالا دیگه چرا فهم منو زیر سوال میبری میگوید برای اینکه تو با انتخاب خودت اومدی و احتمالا در اولین فرصت برمیگردی میگویم احتمالا نداره ما صد درصد برمیگردیم با تأسف سری تکان میدهد و میگوید از هیچی صد درصد مطمئن نباش دیانا دستش را دور شانه او میاندازد و میگوید خودش صد درصد برمیگرده اما برگشتن تو قبول نداره راز دوستی و صمیمیت ما این بود که میتوانستیم با دست و دلبازی تمامی افتخارات مملکت من رو برای هم بگوییم لیانا کنار ما می نشست به حرفای ما گوش میداد. می خندید و می گفت نمی تونم باور کنم کادم این همه افتخار رو ول کنه و جای دیگه بره اگه اینقدر محبت تو کشورتون ریخته این چه چی کار می کنید؟ چه که اعتراض می کرد؟ پدرم نمی تونست با حکومت دستشونده شوروی کنار بیاد تن ما نبودیم خیلی اونجا رو ترک کردم او خیلی چیزها رو نمی توانست باور کند میخواست روزنامه نگاری بکند و میگفت در اولین فرصت برمیگردم به محض اینکه درسامو تموم کنم به پراگ میرم جای من اونجاست اینجا کاری ندارم میگفت برمیگردم حتی اگه شده به صورت یه خبرنگار جنگی اینها را میگفت دستهایش را با هیجان تکان میداد چشمهایش از غرور میدرخشید کلاسمان که تمام میشد به کافتریای دانشگاه میرفتیم قهوه میخوردیم و بحث را ادامه میدادیم لیانا خودش را به او چسباند و به نقشه ها و آرزوهای او لبخند میزد یک بار پرسیدم شما کی ازدواج میکنید لیانا با حسرت به او نگاه کرد چک در حالی که از سؤال من تعجب کرده بود دستش را دور شانه لیانا انداخت و او را به خود فشرد و گفت ازدواج مثل زندونه لحظه که وارد میشی کلیچ گم میکنی لیانا با دلخوری خودش را از او کنار کشید و مشتی به شانهاش کوبید چک خندید و گفت و هرگز دیگه اون کلید رو پیدا نمی کنی. لیانا دختر خوشکلی بود و من از اینکه آنها خیال ازدواج نداشتن تعجب می کردم. یک بار که در رستورانی نزدیک کلاس ما نهار می خوردیم چک به زن که چند میز دورتر از ما نشسته و در سکوت غذا میخوردن اشاره کرد و گفت ببین اینا زن و نمونن بعد بی سی سال زندگی همه اینطوری میشم من و لیانا اعتراض کردیم چک گفت چند نوع ازدواج داریم یک دست اونه که نسبت به هم عشق واقعی دارن ارزش همدیگه رو میدونن و در هر شرایطی کنار هم میمونن یه دسته که نسبت به هم بی تفاوت هم و کاری به هم ندارن زندگیشون از او عادت تا علاقه دسته دیگه با خشم و نفرت کنار هم زندگی میکنن و کاری ندارن جز رنج دادن همدیگه من و لیانا اعتراض کنن سعی میکردیم او را از را نیاش باز داریم گفتم تو چرا از کجا میدونی مگه چند دفعه تاله ازدواج کردی گفت لازم نیست آدم ازدواج کنی تا این سر بفهمه به هر طرف نگاه کنی پر از این آدم هاست. بعد با خنده یه شیطنه اضافه کرد لازم من کمی به شما تخفیف دادم چون دستی اول خیلی نادرن مثل پدر مادر تو؟ دقیقا پدر مادر من از نبادرن به نسل دیگه تعلق دارن که عمرش سر اومده لیانا گفت حالا چرا اینقدر با ازدواج مخالف مکه خواسته با تو ازدواج کنه؟ گفتم لیانا راست میگه من کسی خیال ازدواج با تو رو داره خندید گفت منظور من لیانا نیست منظور من تویی که انقدر مغرورم نه از عشق و ازدواج حرف میزنی و آدمو عصبانی میکنی گفتم مثل این که نمیتونی باور کنی که کسی تو نسل ما در ازدواجش خوشبخت باشه چرا اما فقط اگه بمزی تو خوشگل باشه از گفتش چنان جا خوردم که تا چند لحظه نمیدانستم چه عکسل عملی داشته باشم هیچ وقت هیچ به من نگفته بود که خوشگلم حتی تو تنها چیزی که از بچگی شنیده بودم خوشگل بودن ناهید بود و بعد هم دختر خاله پری به دنیا آمد شد دومین دختر خوشگل در خانواده ما یک تقسیم بندی کلی وجود داشت که مولای درزش نمی رفت زن خوشگل خانواده خانم خانم بود و خاله پری که شبیه او شده بود و دخترهایی که شبیه به او بودن بچه که بودم گاهی از خود می پرسیدم چرا کسی از من چیزی نمیگوید؟ دلم میخواست از مادرم میپرسیدم درباری من چه فکر میکند من هم به نظرش خوشگل هستم به ناهید میگفت خانم خوشگله به من میگفتن سیاسوخته نمکی با ناباوری به چک نگاه میکنم قند توی دلم آب میشود او همچنان که به من خیره شده اضافه میکند همه دختر یونی به خوشکلی تو هستم نفس بلندی کشم. نه من یه استثنام دیانا که ماتش برده با دلخوری او را نگاه میکند و میگوید مگه نمیدیم ازدواج کرده تازه دختر چیکسلواکی چی اونا خوشگل نیستن اخ کردم و گفتم بس کن داره به خدا من از این شوخی خوشم میاد و نه تو خط این چیزا چک خندید و دستش را دور شانه های لیانا انداخت و در حالی که گونه او را میبوسید به من نگاه کرد نگاهی که آدم میتواند یک عمر در رؤیای آن غرق شود لیانا در حالی که خودش را توی بغل او فشار میداد به من گفت ولش کن عقلش از دست داده چند وقت پیش چمدانی را که لباس عروسی درام در آن بود باز کردم لباس سپیدی که سی سال پیش به تن کرده بودم لباس پر از گرد و غبار بود اگر با آن انگشت میکشیدم پاره میشد جهان روزنامه را رو ورق میزند به دستهایش که دو طرف روزنامه را رو گرفته نگاه میکنم حلقهاش را به انگشت دارد دستهایم را به هم فشار میدهم و با انگشتم حلقهام را لمس میکنم حلقه هایمان من شبیه هم هستند و تاریخ ازدواج من توی آن نوشته شده است به مبدع سی سال پیش از آن روز هر بار دنبال فاخته می رویم. نزدیکی خانشان قلبم چنان به تپش می افتد که صدایش را می شنوم. از سر پیچ کوچه آنها فقط به یک چیز فکر می کنم و به خودم هزار بار نفرین می فرستم. اما باز فکر و نگاهم به دنبال کسی می گردد که کت و شلواری کرم رنگ به دارد اینکه آفتابی زده و دم در خانه فاخته کنار من ایستاده است. نمیدانم تا چه وقت تهران خواهد بود. فقط میدانم هنوز نرفته است. حاضرم همه عمرم را بدهم و او بار دیگر آنجا ایستاده باشد. همین که توی کوچشان میپیچم حس میکنم پشت سرم است. قدمهایم را تند میکنم پایم به هم میپیچد. انگار راه رفتن یادم میرود. با قلبی که میخواهد از سینم درآید به خانه فاخته میرسم و زنگ درشان را فشار میدهم با احتیاط دور را نگاه میکنم کسی نیست به خودم میگویم دیگر او را نخواهم دید حتما رفته است فاخته گفته بود عجله دارد برگردد حسرت دیدار او حسرتی که به نوعی نیاز تبدیل شده است رهایم نمیکند شش روز در هفته و هر روز دو بار سر راه خانه فاخته گرفتار این هیجان میشوم در مدرسه به دنیای پرشر و شور جوانی و درس باز می کردم. اما از مدرسه که پا بیرون می گذارم و به خیابان کوچه و خانی آنها نزدیک می شوم دوباره ضربان قلبم شدت می گیرد. از جمعه ها و روزهای تعطیل بیزارم. تعطیلات عید هم یعنی دو هفته بی هیچ امیدی زندگی کردم. کم کم سر عقل می آیم. امتحانت نزدیک است و دیگر نباید به چیزی جز آن فکر کنم تا اینکه یک روز نزدیک خانه فاخته می بینمش که از آن طرف خیابان میآید آید قدم هایم را تند می کنم و توی کوچه می پیشم و وانمود می کنم او را ندیدم آنقدر تند میروم که نزدیک از زمین بخورم حال خودم را نمیفهمم به من میرسد و سلام می دهد سرم را بر میخواهم می بگویم سلام اما صدای نامفهوم از گلویم در می آید. از خودم از بی بیزار می شون. قدمهایش را با من هماهنگ می کند و میگوید بازم دیرتون شده؟ این بار بهتر متوجه می شدم که هر صدنش با دیگران فرق دارد کلمات را کامل و محکم ادا می کند آخر هیچ کلمه ای را نمی خورد. به نظرم کمی لهجه دارد حتما به خاطر اون که در فرانسه زندگی می کند و فرانسه حرف می زند. شلوار خاکستری و کت سرمه ای شیک پوشیده بوی اود کلونش را حس می کنم و نزدیک از بیهوش شوم منتظر جواب من است اما چیزی نمیگویم نمیتوانم چیزی بگویم سر شده هم. فقط سرم رو تکان میدهم میپرسد شما با فاخته هم کلاسی هستید آهسته میگویم بله خدا را شکر میکنم که توانستم حرف بزنم میگوید من جهانبخش بخش هستم واسم نمیدانم جهانبخش بخش اسمش هست یا نام خانوادگیش کاش میتوانستم بپرسم اما جرأت نمیکنم میپرسد اسم شما نزدیک است بگویم نمیدانم اگر به تو میگفتم که نزدیک بود اسمم را فراموش کنم حتما میگفتی با داشتن این همه اسم باز هم یادت رفته بود خب میتوانست یکی از اسمایت را بگویی خدا را شکر که از این نظر کم بود نداری بارها و بارها جلو آینه تمرین کرده بودم که در روبرو شدن با او چطور خونسرد باشم اما نتیجه همه شگرد ها این بود که حتی اسمم را هم فراموش کرده بودم تازه کدام یک را باید میگفتم سعی میکنم به خودم مسلط شوم وزیر لب میگویم صناعت جمشیدی معلوم است که متوجه حال من شده سرش را به سوی من کج میکند میگوید صناعت جمشیدی اسم فامیلیتونه اسم کوچکیتون چیه من 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 چند تا اسم دارم نمیدانم چرا این را میگویم کافی بود میگفتم پرتو یا شیرین یا شورا میگوید خب همه اسماتون رو بگید آخر بدرم در میگویم آخرو و زهر مار میگوید بدنم خیس عرق شده میگویم پرتو این کدومی که از اسماتونه اسم توی شناسممه مادرم شیرین صدا میکنه بقیه شورا نفسی میکشم کف دستم عرق کرده و کتابایم در خمیر میشود احساس میکنم زیر چشمی نگاه میکند اسمایم را تکرار میکند میگوید خوشا به حالتون که انقدر اسم دارید میپرسم چرا؟ میگویم خیلی خوبه که آدم حق انتخاب اسمشو داشته باشه لبهایم را به هم فشار میدهم من که حق انتخاب نداشتم بقیه داشتند من دوباره اسم هایم را تکرار میکند انگار آنها را مزه مزه میکند و میخواهد به خاطر بسپارد که میرسیم گویی سالها در راه بوده ایم و در یک چشم به هم زدن همه را گذرنده ایم میستم می او زنگ میزند تاخته در را باز می کند و از دیدن ما جا می خورد. فکر می کنم از دیدن قیافه من است. می دانم که صورتم سرخ شده است و حالت گیج دارم. برادرش را صدا میزند به طرف من میآید. آستین رو پوشم را می کشد. به خودم می آیم. همراه او میروم و فکر می کنم کاش دیگر نبینمش. اینطوری راحت ترم. اما سر کوچه نرسیده میدانم حاضرم همه زندگیم را بدهم و یک بار دیگر او را ببینم